قرار است مطلبی راجب دویدن بنویسم بسیار خوب ده سال از روزی که درباره نوشتن کتابی با موضوع دویدن فکر کردم گذشته فکر نوشتن از روزی شروع شد که روزنامه هارالد تریبون را میخاندم دوی اتاق هتلی در پاریس بودم از دونده های ماراتون پرسیده بودند ورد خاصی دارند که بهشان انگیزه بدهد جای پرسش خوبی چه وردی در مسافت چهل و دو کیلومتر و صد متری ماراتون زیر لب زمزمه می کردند. یکی از دوندگان گفته بود درد اجباری است اما رنج کشیدن اختیاری است. بخش عذاباور دویدن یک واقعیت اجتناب ناپذیر است اما ادامه دادنش اختیاری است. تابستان 2005 است. تصمیم دارم صادقانه درباره دویدن بنویسم و گمان کنم نوشته صادقانه است درباره خودم. مطالب این کتاب از تابستان 2005 شروع می شود تا پاییز سال بعد. در ابتدای کار مردد بودم از اینکه قرار بود از خودم بنویسم. بارها بلایه های ظریفی که میشد به آنها اشاره کرد برگشتم. اما قصد مشخصم از نگارش این کتاب این بود که نوع زیست خودم را چه به عنوان رمان نویست و چه فرد عادی در طول 25 سال آشکار کنم <applause> هاوایی باعث شد بدوم نه اینکه خود هاوایی از وقتی اینجا آمده ام روزی یک ساعت دویدم کم کم هر بار به اندازه ده دقیقه بیشتر دویدم موقع دویدن مسافت برایم مهمتر از سرعت است گاهی تندتر می اگر خوشم بیاید اگر نه همان روال قبلی اگر بیشتر بدوم زمان تمرین را کمتر می کنم چون نشاط هر فرد در پایان هر جلسه به روز بعد منتقل می شود. همین رویه در مورد نوشتن هم هست. نوشتن هم جزء واجبات است. هر روز وقتی از نوشتن دست می کشم که احساس کنم باز هم توان نوشتن دارم. آدم باید زرباهنگ هر چیزی را نگه دارد. در پروژه های بلند مدت سر از هوای هوایی مثل آب خوردن است. هیچ استعاره پشتش نیست. آفتاب می تابد. بی رحم است. بعد ابری پرشتاب از راه میرسد و جوری میبارد که انگار برای باریدن عجله داشته. مثل همین دوندگانی که از من سبقت میگیرند. پرشتاب. انگار دزدی دنبالشان باشد یا برعکس خودشان دنبال دزدی باشند. ادهی که چاخترن نه آنها را احتمالا هشدار دکترشان ترسانده که برای جنگیدن با دیابت و چربی بدوند. آنها هن هن کنان می گذرند و احتمالاً در دل به بخت ریغمانندشان لعنت می فرستند. سرم به آهنگ های لاوین اسپونفول گرم است. این گروه همیشه موتورم را برای دویدن روشن نگه می دارند. شنیدن آنها بسیاری از خاطرات دهه شست میلادی را برایم زنده می کنند. خاطرات چندان برجسته و بارز نیستند، حتی شاید پیش پا افتاده و حقیرند، اما از یادآوریشان گاهی روی لبم لبخندی می آید. من در اینجا در ساحل شمالی کاوایی مثل تک چوبیم که دریا با خود به ساحل آورده، باد برگ های درخت اوکالیپتوس را تکان می دهد. اواخر امسال به کمبریج رفتم. از آن وقت خطایی در دویدنم رخ نداده. هر هفته تقریبا پنجاه و هشت کیلومتر می دوم. به استثنای روزهای بارانی یا روزهایی که اصلا دل و دماغ ندارم، این برنامه محال است به تعویق بیافتد. با این حساب در ماه جوان، دویست و پنجاه و کیلومتر و در جویه دویست و کیلومتر دویدم. سعیم در این است که زربا هنگ را نگه دارم. جوانتر که بودم وقت کافی نداشتم ولی کم کم از قید و بند اعمال ریز و درشت رها شدم. آدم هرچه سنش بالاتر می رود بیشتر به کارهای ضروری می پردازد. یادم می آید که روزگاری به ورزش سگانه بیشتر علاقه داشتم. سگانه یعنی هم چنا، هم دوچرخه سواری و هم ماراتون. با بخش دوی آن مشکلی نداشتم ولی برای دو بخش دیگر باید انرژی بیشتری صرف می کردم. صرف نیرو و وقت زیاد روی این دو باعث می شد کمتر بدوم. از پاییز 1982 به دویدن روی آوردم. از آن زمان تا امروز 23 سال گذشته. در این سالها هر روز دویدم. در مسابقات استقامت شرکت کردم، باید اعتراف کنم از بین تمام عادتهایم این یکی از همه سودمندتر و معنادارتر بوده. قدرتمند شدم. چه از لحاظ فیزیکی و چه احساسی. از همان اول با ورزش های گروهی میانه ای نداشتم. طبیعت من چنین است. بین بقیه احساس راحتی نمی کنم. در ورزش های تک به تک مثل تنیس هم کارایی ندارم. دور ورزش های رزمی را هم خط بکشید. نه اینکه از شکست به ترسم نه. اصلا برایم اهمیتی ندارد. اصولا غلبه بر دیگران در اندیشه من جایگاهی ندارد. علاقه من رسیدن به هدفی است که برای خود ترسیم کردم. به این ترتیب دوی استقامت ورزش ایدئال من است. مناسب با ساختار ذهنی من است. چیزی است که آن را با اشتیاق دنبال می کنم. در مجموع محور اصلی کار یک دونده رقابت فردی نیست. حتما دوندگانی هم هستند که در رقابت شرکت می کنند. به نظر من شکست آنها را دل سرد می کند. میل و رغبتشان را فرو می نشاند. چون این افرادی در این رشته زیاد دوام نمی عامل پیش برنده برای یک دونده هدف شخصیش است. رسیدن به یک حد نصاب تازه و شکستن رکورد قبلی خود. در رمان نویسی هم مسئله برد و باخت مطرح نیست. شاید فروش زیاد بردن جوایز و ستایش منتقدان ملاکهایی برای موفقیت باشند. اما در نهایت هیچ یک اهمیتی ندارند. نکته مهم این است که به عنوان نویسنده به ملاک هایی که برای خود تعیین کرده ایم رسیده ایم یا نه؟ توضیح ناکامی در دستیابی به ملاک ها سخت است. اساسا نویسنده محرک درونی و خاموشی دارد مثل دویدن. من با دویدن هر روز ذره ذره ملاک هایم را بالاتر میبرم. دلیل تلاش هر روزه من دست کم همین است که سطح کار خود را بالاتر ببرم. میخواهم از دیروز خودم بهتر باشم. در دوی استقامت تنها رقیبی که باید بر آن غلبه کرد خود است. غلبه بر کسی که قبلا بوده اید. در نوشتن هم همین قاعده وجود دارد. نه اینکه من آدم غیر رقابتی باشم، فقط قضیه این است که غلبه بر دیگران برایم هیچ اهمیتی ندارد. علاقه من دستیابی به هدفم است. دو استقامت از این نظر با ساختار ذهنی من هماهنگ است. دوندگان ماراتون از این نظر حرف مرا بیشتر درک می کنند. محور اصلی آنها چیره شدن بر شخص نیست، رقابت فردی نیست. آنها در تلاشند که به خواسته ذهنی خود برسند. تصور کنید برای شکست دادن شخص خاصی در تلاشید. اگر بنا به هر دلیلی فرد نتواند در رقابت شرکت کند، آن وقت چه؟ انگیزه ایتان از دست می میل و رقبت فروکش می کند. هدف شخصی بسیار مهم است. نتیجه کار در ذهن است. کشف چیز جدیدی از خود انگیزه برای ارتقای خود برای رسیدن رسیدن به کسی که قبلا نبودیم در نوشتن هم برد و باخت مطرح نیست فروش بالای کتاب و بردن جوایز هم همینطور تمام اینها مقطعی است در نهایت این سوال مطرح است که نویسنده به معیار ذهنی خود دست پیدا کرده وقتی پای دیگران وسط باشد آدم همیشه میتواند یک توضیح مجاب کننده ارائه دهد ولی سر خودش که نمیتواند کلاه بگذارد. سوال اصلی این است که آیا از دیروز خود بهتر شده ایم؟ چیزی که ممکن است کمی با برآوردهای ذهنی نخواند بالا رفتن سن است. دیگر بعد از چهل سال قادر نبودم زمان دویدنم را بهبود ببخشم. گریزی از سن و سال وجود ندارد. هرکس در مقطعی از سن به نقطه اوجش می رسد و بعد از آن همه چیز ثابت می ماند. البته من منکر تفاوت های فردی نیستم. مثلا در حوزه ادبیات نقطه اوج به سن خاصی محدود نمی شود. مثلا داستایفسکی برادران کارامازوف را حول و حوش سالگی نوشت. دومینکو اسکارلاتی در طول حیاتش 555 سونات برای پیانو نوشت که اغلب آنها مربوط به 47 تا 62 سالگیش است. اما در مورد دویدن و سن و سال قضیه تا حد زیادی فرق دارد. تا مدتها روال ثابتی در دویدن داشتم اما خیلی زود نشانه های تغییر نمایان شدند. مثل همیشه تمرین می کردم. اما با گذشت سن و سال رفته رفته متوجه شدم رسیدن به زمان سه ساعت و چهل دقیقه دویدن دشوارتر است. قدری شکه بودم. با خودم می گفتم مگر چه اتفاقی افتاده. در مخیلم نمی گنجید قوای جسمانی هم سیر نزولی را شروع کرده باشد. ولی انکار این واقعیت تغییری در نظام طبیعت به وجود نمی آورد. اما رکورد هاگم رفته رفته پایین می آمدند. از آن طرف علاقه هم به ورزش های دیگر بیشتر می شد. به خودم می گفتم نباید به دویدن اکتفا کنم. تنوع در برنامه روزانه باعث می شد بدنم را به فعالیت وادارم. این جریان آهسته باعث شد دیگر مثل قبل از ماراتون لذت نبرم. ناامید شده بودم. فکر می کردم تمام سخت کوشی بینتیجه بی نتیجه مانده. ناگهان دری به رویم بسته شده بود ده سال از آخرین اقامتم در کمبریج می گذشت. وقتی دوباره رود چارلز را دیدم صدای دویدن در من دوباره زنده شد رود تغییری نکرده بود در بستر خود خروشان و رونده بود من ده سال پیرتر شده بودم او هنوز چابک بود ابرها بالای سر رود رد می شدند سایه ها کم و خنک بودند دوباره آن هوای لطیف روح دویدن را در من دمید قایقرانان را دیدم که پارو میزدند و مثل سابق با آنها مسابقه دادند رقابتی تنگاتنگ بین پاهای من و دستان آنها راستش کمبریج پر از دونده است شاید چون میزبان مسابقه ماراتون بستان است مسیر دو در ادامه رود چارز است اگر کسی بخواهد میتواند ساعتها در این مسیر بدود اشکالش فقط دو چرخ سوارانند آدم باید مدام چشمش به با آنها باشد گاهی در این مسیر به موسیقی جز گوش میکنم گاهی هم راک ریتم راک تا حد امکان ساده است و زربا هنگ را تنظیم میکنند برعکس اغلب دونده ها که از آیپد استفاده میکنند من هنوز از واکمن مینی دیسک خور استفاده میکنم ظرفیت حافظش زیاد نیست اما کارم را راه می هرچه بیشتر میدویدم وزنم کمتر میشد در عرض دو ماه سه کیلو و نیم وزن کم کردم آن مقدار چربی دور شکمم رفته رفته از بین رفت دیگر حتی حوس قهوه و پیراشکی هم نمی کردم تمرینات پیگیرانه خیلی از عادتهای بد را از بین می برد. راستش همیشه تنهایی را به جمع ترجیح دادم. تنهایی را رنجاور نمیدانم دانم برعکس. بودن در جمع برایم سالت بار است. از وقتی یادم است ترجیح میدادم دادم کتاب بخوانم و موسیقی گوش کنم. همیشه دنبال کارهایی بودم که بشود تنهایی انجامش داد. اما ازدواج زود هنگامم این معادل را به هم زد. به هم نشینی خوب گرفتم. بیست و دو سال بیشتر نداشتم و حالا باید مسئولیت جدیدی میپذیرفتم. کافه ای باز کردیم. همین تغییرات باعث شد به اهمیت معاشرت با بقیه پی ببرم. چند دوچونه کنار آمدن با دیگران را یاد گرفتم. به بلوغ ذهنی رسیدم. جهان بینیم دست خوش تغییر شد. مهارت هایی به دست آوردم که در تنهایی نمی توانستم. بدون گذراندن آن ده سال سخت، محال بود نویسنده شوم. ماهیت جمع به شکل معجزه آسایی مرا از این رو به آن رو کرد. درست است که شوق تنهایی در من فروکش نکرده اما توازن و تعادل را به دست آوردم آن یک ساعت و اندی دویدن به من فرصت مراقبه را داده سلامت ذهنیم را تضمین کرده موقعی دویدن نه با کسی حرف میزنم و نه به کسی گوش میکنم به اطرافم نگاه میکنم و خیال پردازی میکنم فقط میدوم گرچه میدانم بشر آنقدر توان ندارد که یک فضای توهی را در ذهنش حفظ کند ایده های حجوم آورنده گاه و بیگاه به سراغ آدم می آیند. مثل ابرهای بزرگی که سایه موقتی دارند آسمان پدیده است که هم وجود دارد و هم نه هم مادیت دارد و هم نه این ما ایم که شیفته این گستره ایم رویاها هم همین هستند به هر حال هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی در شهست سالگی بخواهم در این مورد بنویسم. اصلا فکر نمی کردم که قرن 21 را ببینم. اگر در جوانی از من می پرسیدند که در پنجاه سالگی چطور خواهم شد، پاسخ روشنی نداشتم. میک جگر تران سرا و خواننده انگلیسی روزی با تفاخر گفته بود ترجیح می دهد بمیرد تا اینکه در چهل سالگی هنوز همان ترانه را بخواند. میدانم که حالا او بعد از شصت سالگی هنوز همان ترانه را میخواند مردم آن روزها به حرفش خندیدند اما من نه میک جگر مثل خیلی های دیگر تصوری از میان سالی خود نداشته من هم مثل او بودم آیا باید به او بخندم؟ حق ندارم همه ما حرفای احمقانه میزنیم اما خواننده راک نیستیم که به گوش همه برسد حالا و امروز در این مقطع تصور ناپذیر از عمرم هستم. نمیتوانم به سراحت بگویم خوشبختم یا نه. اهمیتی هم ندارد. احساس من و همه انسان ها از گذشت زمان دست اول هستند. احساسی که از پیری یا میانسالی دارید همین است. نمی شود واضح از آنها حرف زد. فقط یک کار از من برمیآید که هر گونه قضاوتی را کنار بگذارم. قدیده ها را جوری که هستند باور کنم. همانطور که آسمان و رودخانه چارز و دویدن را باور کردهام. هنوز نمیخواهم با کسی رقابت کنم. جهان از آدم ها با سلایق جور و جور پر است. هر کس میارهایی برای زندگیش دارد. تفاوت ها به ناسازگاری ها دامن میزنند. ناسازگاری ها هم منجر به بروز سوء تفاهم میشوند. بعضی ها هم غیرمنصفانه منصفانه نقد می شوند. نقد یا کچفهمی تجربه دردناک است. اما امروز و در این سن و سال فهمیدم که این درد و این آسیب جزء حیاتی زندگی است. کم کم پی به این حقیقت میبریم که دلیل وجود شخصیت های مستقل تفاوت هاست. به عنوان مثال، در نوشته هایم گوشه ای از یک ماجرا را ارائه می دهم که ممکن است به چشم کسی نیامده باشد. تفاوت من با سایرین این امکان را به من داده. نوشتن به سبک و سیاق خودم، درک این واقعیت که من باید خودم باشم و نه کسی دیگر این امتیاز بزرگ را به من داده. برای همین است که مجدانه در پی انزوا بودم. پیش آمده که حس تک افتادگی جانم را بخورد. مثل یک شمشیر دولبه است انزوا تکی از روح را جدا می کند. تا به دست آوردن تصویری درست از تنهایی ما بارها و بارها ناامید می شویم. ممکن است کسی ما را قضاوت کند. در این وضعیت من زیاد می دوم. انگار بخواهم بخشی از نارضایتی درونی خود را از سر راه خستگی در کنم. از نو به یاد بیاورم که موجود ضعیفی هستم. جسمم از سطح ناچیز توانایش آگاه می شود. حس میکنم با دویدن قوی تر می شوم. عصبانیت را به خودم بر می همیشه همین روال را در پیش گرفتم. برای همین فکر می کنم انزوا من را ساخته. طبیعی است که دی زیادی من را دوست نداشته باشد. کسی که با احدی از در صلح بر نمی آید، کسی که در را به روی خود میبندد برای هیچ کس جذاب نیست. ما نمی در مقام یک نویسنده نظر توده مردم را جلب کنیم. بله، من هم اگر کسی دوستم نداشته باشد ناشاد می شدم اما قادر به نشان دادنش نیستم. حالا که پیر شده و زمان ناغوستش را به صدا درآورده دلم می خواهد اینها را جایی بنویسم. نه اینکه بخواهم بگویم عقل کل هستم ولی یک آدم واقع بین بی چیزها را عینی تجربه می کند. دویدن جسمم را تحت فشار قرار می دهد. باعث می شود ازولاتم به فقان درآید. همین هم تمرکزم را و شاخصهای ادراکم را بالا می برد. راستش موقع دویدن به سکوت خودخواسته گوش می کنم. به شکوه خلع مطبوع و خواسته اینها برای نویسندهی مثل من همیشه لازم بوده تاریخ دقیق دویدنم با شروع پاییز 1982 بود سی ساله بودم و صاحب یکی از آن کلوپهای های جز نزدیک مترو هنوز فارغ و تحصیل به حساب نمی آمدم چون کارهای نهایی خستم کرده بود پس کلوپ جمع جوری را انداختم پیانوی داشتم که پنج نوبت به صدا در می آمد. قهوه سرو می کردیم. مشتریان ثابت هم داشتیم. اما روحیاتم باعث شده بود همه متفق القول باشند که این کار برای من جنبه سرگرمی دارد. من آدم کسب و کار نبودم. خودم هم چندان مطمئن نبودم که استعدادش را داشته باشم. فقط می گفتم شکست معنایی ندارد. باید بتوانم. عادت داشتم سخت کار کنم. مثل اسب بارکشی بودم تا یک اسب مسابقه. خانواده همسرم برعکس خانواده خودم همه بازاری بودند. شم ذاتی داشتند در کسب و کار. همین هم کمکم کرد. کار سختی بود که کلوب را سرپا نگه دارم. اما آنها به کمک آمدند. رهنمودهایشان به دردم خورد. مثل دیوانه ها کار می کردم. بعد از چند سال به خودم جرأت دادم که کسی را استخدام کنم. وامهایم را پرداخت کرده بودم می توانستم نفس بکشم آرامش از راه رسیده بود کلوب به درآمد رسیده بود احساس خوبی داشتم احساس این که هیچ مشکلی من را مقهور نخواهد کرد همان روزها بود که ناگهان فکر نوشتن رمان از قیب به سرم رسید ساعت حول یک بعد از ظهر بود سال 1978 روز بهاری محشری بود. نسیم خوشی میوزید. توی ورزشگاه مسابقه بیسبال نرم نرمک لیمونات میخوردم. گاهی هم به آسمان نگاهی میانداختم. بازیکن کوتاه قدی پرتاب قدرتمندی کرد. به پرتاب های قوستارش معروف بود. به راحتی امتیاز گرفت. بازیکن جدیدی هم وارد شد. دیو هیلتون. یک آمریکایی جنگنده و جدی. عالی به توپ زر بزد چنان که صدایش در همه ورزشگاه پیچید. هیلتون دوید. در دور دوم دویدنش کسی در سرم داد زد باید رمان بنویسی. آسمان صاف بود. چمن خونک. لیموناد خوشمزه و تگری. در آن لحظه چیزی از آسمان افتاد و من برش داشتم. سودای نویسنده شدن نداشتم. اشتیاق شدید به نوشتن داشتم. فکر می کردم اگر همان موقع شروع به نوشتن کنم همه چیز درست می شود. همان عصر یک خود نویس پنج دلاری و یک دست کاغذ خریدم. یک سرمایه گذاری مختصر اما به موقع بهار 1978 و و و بود. در پاییز همان سال دیویست صفحه نوشته بودم. نوشته را برای مسابقه نویسندگان تازه کار پست کردم. تنها نسخه که داشتم همان بود. حتی به این فکر نکردم که اگر گم بشود از دستم کاری بر آید. این همان رومانی بود که بعدها به اسم آوای باد را بشنو و منتشر شد. پاییز آن سال تیم همیشه بازنده سوالز کاپ قهرمانی را گرفت. سر از پا نمی برای دیدن مسابقه به ورزشگاه رفتم. پاییز طلایی و دلپسندی بود. یکی از ویراستاران نشریه گونزا تماس گرفت و اطلاع داد رمانم در نامزدهای نهایی دریافت جایزه است. جایزه به من رسید و کتاب تابستان چاپ شد. در کنار اسمم لقب خوش را مکررن می دیدم. رومان دومم را به نام گوی بازی نوشتم. بعد چند داستان کوتاه. داستانی از اسکات فیتس جرالد به ژاپنی ترجمه کردم. هر دو رمانم نامزد دریافت جایزه سالانه شد اما جایزه را نگرفت. واقعیت این بود که گرفتن جایزه برایم سویه بود. مرتب از نشریه های مختلف تماس می گرفتند و مصاحبه می کردند. مرتب به قرارهای ادبی می رفتم اما به کارهای دیگرم نمی رسیدم. صورت حساب ها، دخل و خرج، آشپزی، تعیین تکلیف برای کارکنان و ایستادن پشت پیشخان. دو ساعت مانده به صبح تعطیل می کردم و تازه آن موقع می شد بنویسم. پشت میز آشپزخانه می نشستم ولی از لحاظ جسمی له و خسته بودم. نوشتن رمان و چرخاندن کافه در آن واحد مشکلات عدیدهی برایم داشت. در حرفه من مجبور بودم با همه دمخور شوم. مهم نیست طرف چه کسی است. گاهی با آدم های ناجور، گاهی عجیب و غریب و گاهی خطرناک. همین تجربه در نوشتن به دردم خورد. در مجموع باید گفت بیشتر از آن دقایق راضی هستم تا شاکی. فکر نوشتن رومانی منسجم تر در من قوت گرفت. در دوتای قبلی نوشتن راضیم می کرد. حتی می بعضی جاهایش خوب از کار در نیامده. از خیلی چیزها می زدم تا تکی بنویسم. با ذهنیت پراکنده می نهایت استفاده را ببرم. می که می توانم رومانی قوی تر بنویسم. اما با کار زیاد نمیشد. تصمیم گرفتم کار بارم را برای مدتی تعطیل کنم. تمام هوش و حواسم را بگذارم پای نوشتن میدانستم نوشتن در آمدی اندازه کلوپ ندارد. باید واقعیت را میدیدم. بیشتر آشنایانم علیه تصمیم من موضع گرفتند. گفتند کسی را جای خودم بگذارم. از دید همه این بهترین تصمیم بود. اطمینان نداشتم بتوانم از راه رمان پول در بیاورم. بر این حرفها به گوشم نرفت. من یا آدمی هستم که کاری را نمی کنم یا آن را تمام و کمال انجام می دهم. باید تمرکزم را میگذاشتم روی نوشتن با خیال راحت در آن صورت اگر ناکام هم میماندم جای حسرت و دریغ نبود کلوب را فروختم سال 1981 بود به همسرم گفتم دو سال با فراقت می نویسم اگر نشد دوباره کافر را راه می اندازیم. هنوز درگیر قصد بودم اما دل و جرأت به خرج دادم به خودم گفتم هر چه در چنت داری رو کن یا می شود یا نمی شود برای تحقیق رمان به هوکای دو رفتم بهار بعد رمان تعقیب گوسفند وحشی را تمام کردم حس خوشایندی به کتاب داشتم سرانجام چیزی شده بود که میخواستم سبک مورد علاقه ام را داشت از نتیجه آن خوشحال بودم فکر می کردم نقاط مکشوفی در وجودم هست که بتواند مرا به امرار معاش از راه نوشتن برساند برخلاف انتظارم منتقدان و ویراستاران از رمانم استقبال نکردند اما خوانندگان چرا همین امر باعث شد کارم به عنوان رمان نویس شروع شود در واقع فهمیدم اگر مثل دو کار قبلی غریزی بنویسم خیلی زود به بنبست رسم. اما رمان نوشتن دردسر دیگری هم داشت جسمم را چطور سر پا نگه می داشتم؟ اگر از بدنم کار نمیکشیدم چاق می شدم. وزنم به خاطر کار کلوب قبلا بالا نمی رفت اما حالا محتمل بود که دچار اضافه وزن شوم تمام مدت می نشستم کم مانده بود بدنم نابود شود باید دنبال راهی میگشتم که جلوی این فرسایش را بگیرم دویدن جدای راه حلی که سر راهم گذاشت مزایایی هم داشت. نه همراهی لازم داشت و نه تجهیزاتی حتی مکان خاصی هم لازم نداشت. یک جفت کفش ورزشی میخواست. همان روز که تصمیم گرفتم شیوه زندگیم را عوض کنم، مکان مناسب دویدن را نزدیک خانم پیدا کردم. یک زمین تمرین متعلق به دانشگاه نیهان. ورزش دلخواه هم رو از همانجا شروع کردم. دور سیگار را هم خط کشیدم. ترک سیگار یکی از نتایج دویدن بود. نمی شد که هم خوب بدوم و هم خوب سیگار بکشم. ترک سیگار شبیه حرکت نمادینی بود برای ترک زندگی قبلی. یادم از همیشه در مدرسه از زنگ ورزش بیزار بودم. شاید چون مجبورمان میکردند این اجبار عصبی هم میکرد همیشه همین بودم. اگر کاری را به میل خودم انجام دهم، بهترین روش را برای آن انتخاب می کنم. از تمام تواناییم استفاده می کنم. در ورزش هایی که تصمیم گیری سری می خواست، خوب نبودم. برای همین ورزش خاصی را دنبال نکردم تا وقتی به دویدن فکر کردم. در درس هم همین بودم. جزء شاگرد تنبل ها نبودم ولی یادم نمی آید بابت نمره بالایی تشویقم کرده باشند. مطالعه زمانی برایم جذاب شد که از محیط آموزشی خلاص شدم. وارد اجتماع شدم. مهارتم را در ترجمه بالا بردم. شعارم هم این بود. به تناسب نیاز به پرداز. ترجمه زمان بر بود. با آزمون و خطا نیاز داشت ولی چیزهایی که یاد می گرفتم از یادم نمیرفت. در مورد نویسندگی هم قواعد خود را داشتم. بهترینش این بود که زود میخوابیدم و زود بیدار می برعکس کار کردن در کلوب که مجبور بودم بیدار بمانم و به حساب و کتاب ها و بعد بنویسم و بعد بخوابم فکر کنید که نصف روز را رو از دست بدهید همسرم هم در روش جدید زندگی همراهیم هم کرد تصمیم بعد در مورد معاشرت با آدم ها بود تصمیم گرفتیم با آدم محدودی نشست و برخواست کنیم تا حد امکان از چشم بقیه دور ماندیم تغییری اساسی بود عادت های هفت سال زندگی مشترک کم کم عوض شدند روابط محدودتر تقضیه سالمتر و ساعت خواب منظم زندگی ساده و منظم من از راه رسید خوابیدن قبل از ده بیدار شدن ساعت پنج بازدهی آدم ها با هم فرق دارد این را میدانم. من میدانستم آدم صبح کارم تمرکز داشتم بعد از نوشتن موسیقی گوش می دادم. این شیوه در طی 24 سال گذشته حفظ شده درست است که مشکلاتی داشت مثلا ارتباط با دیگران محدود شده بود ادهی از دستمان عصبانی شده بودند چون برای آنها وقت نداشتیم سخت است اما شدنی است مهم است که در دوره جوانی اولویت کارها و تقسیم وقت و انرژی را فرا بگیریم. توازن را از دست ندهیم. اصلی ترین اولویت من این بود که بتوانم بنویسم. نه هم نشینی انقدر مهم بود و نه هم کلامی با بقیه. ارتباط با مخاطب برای من مهم بود. رابطه ما رو در رو نبود اما مفهومی و استنباطی بود، همین رابطه نامرئی مهمترین امر زندگی من به شمار می رفت. بله انسان نمی تواند همه را راضی نگه دارد. کافه را هم همین طور داره می کردم. از ده نفر اگر یک نفر هم راضی بود و برمیگشت من یک مشتری دائم به دست آورده بودم. مهم نبود نه نفر از کافه من خوشش نیاید. مهم آن یک نفر بود. باید یقین پیدا می کردم که یک نفر واقعا از کار من خوشش می آید. بعد از رمان تعقیب گوسفند وحشی این اتفاق افتاد که مشتری دائمی هم زیاد شد. خوانندگان پیگیر معمولا جوان در نوشتن لازم نیست شما از کسی جلو بزنید. درباره موضوعی بنویسید که دربارش اشتیاق دارید اما شیوه خودتان را داشته باشید. اما دویدن چطور شروع شد؟ اوایل زود از با در می آمدم. نهایتا 20 دقیقه میدویدم و بعد قلبم جوری می زد که ممکن بود بیستد. پاهایم می لرزید. درد می گرفت. با دیدن همسایه ها دست پاچه می شدم و می استادم. مدتی طول کشید که با دویدن خوب بگیرم. نفسهایم منظم شد. نبزم به شدت نمی زد. نه مسافت و نه سرعت. فقط هر روز بیوقف دویدن مهم بود. این یکی از برنامه های روزانه ام شد. مثل سود خوردن و خواب و نوشتن. یک دست لباس دو خریدم. یک جفت کفش ورزشی و یک کتاب مخصوص مبتدیان دویدن. بهترین شانسی که در زندگیم آوردم بدن سالمم بود. بدون آن محال بود بتوانم یک ربع قرن را به دویدن بگذرانم یا در مسابقات متعدد شرکت کنم. تا به حال نه مصدوم شدم و نه جایی از بدنم درد گرفته. سال 1983 در مسابقه دوی استقامت شرکت کردم. اولین بارم بود. به بروزم شماره ای زدند. صدای بلندی داد زد. آماده! شروع! روی دور افتادم. آن پنج کیلومتر باعث شد تصمیم بگیرم از روزهای بعد بیشتر بدوم. در ماه می در مسابقه پانزده کیلومتر شرکت کردم. در جوان دور کاخ سلطنتی در توکیو دویدم. فکر می کردم حالا که سی و کیلومتر دویدم می توانم در دو ماراتون شرکت کنم. اینجور نبود. دشوارترین بخش دو ماراتون بعد از طی سی کیلومتر از راه می رسید. الان که به عکس آن روزها نگاه می کنم می بینم بدنم هنوز بدن یک دونده نشده بود. به اندازه کافی ندویده بودم. عضلاتم ساخته نشده بود. دستانم بسیار باریک بود و پاهایم استخوان دراز. حالا انگار آدم دیگری هستم. تغییرات جسمانیم را احساس می کردم. این تغییرات روز به روز مرا سخت به وجد می آورد. توانایی های بلقوه جسمم بیشتر به فعل در می آمد. قبل از دویدن وزنم مثل آب خوردن بالا می رفت. ولی بعدها دیگر وزنم از یک اندازه نه بالاتر رفت و نه پایینتر رژیم غذایم به مرور تغییر کرد. سبزیجات می خوردم و پروتئین زیاد با گوشت میانه ای نداشتم. شیرنیجات هم از اول جایی در خانه ما نداشت. برعکس من که اگر آب می خوردم چاق می شدم، همسرم هر چیز که میخورد ذره تغییر نمیکرد. نه تمرین می کند و نه مراعات غذایی دارد. برای این فقط یک توضیح دارم. زندگی انصاف ندارد. بعضی ها تا پای جان تلاش می کنند تا به خواستهشان برسند و بعضی ها لازم نیست سر سوزنی تلاش کنند. همه چیز برایشان مهیاست. امروز فکر می کنم اتفاقا این عیب در بدن من موهبتی بوده. این که مجبور بودم هر روز تلاش کنم باعث می شد بدنم را نیرومندتر کنم. پیری را به تعویق بیاندازم. در مقابل آدم هایی که نگران اضافه وزن نیستند ضرورتی هم برای رژیم غذایی یا ورزش احساس نمی اما انسان اگر ورزش نکند از و استخوانهایش رفته رفته تحلیل می رود. اگر شما هم در زمره آن آدمهایی هستید که وزنتان راحت بالا می رود، این نارسایی را از منظری وسیتر ببینید. خوشبینانش این است که چراغ خطر زود روشن شده و باید به جنگ با آن رفت. قبل از پیری و قبل از ناتوانی های طبیعی. در رمان نوشتن هم وز همین است. نویسندگان محبت ذاتی دارند. کلمات با کمترین تلاشی روی ورق می آیند. برای من اینطور نبوده. من با چکش مجبورم به جان صخره بیفتم. برای نوشتن مدام باید جسمم را به تکاپو بیاندازم وقت و انرژی صرف کنم. هر بار با شروع رمان جدید حفره جدید ایجاد می کنم. سال هاست به این کار مشغولم. همین که متوجه شوم باید از حفره بیرون بیایم و دنبال سرچشمه تازه بگردم بلافاصله فاصله سراغ دیگری می روهم. این تکاپو برای یافتن ربطی به استعداد ندارد. به خودساختگی ربط دارد و پشتکار. اما کسانی که به سرچشمه طبیعی استعداد تکیه می کنند به محض خشکیدن استعدادشان بلا تکلیف می مانند. نتیجه این می شود. زندگی اساسا ناعادلانه است اما حتی در آن صورت هم امکان یافتن شکلی از عدالت در آن وجود دارد چون این جستجویی وقت میبرد و تلاش لازم دارد این اساره زندگی است هر وقت کسی این حرف را میشنود و یا در مورد دویدنم میگوید اراده قویی دارم راستش بحث سر قدرت نیست کاروبار جهان به این سادگی ها نیست واقعیتش من ربطی بین این دو پیدا نمی کنم فقط این را میدانم که دویدن هر روز با اوضاع و احوال من جور در میآید مایه عذابم نبوده خواه ناخواه انسان دنبال کارهایی میرود که دوست دارد قبول دارم اراده نقش دارد اما تا وقتی کسی اراده قلبی به چیزی نداشته باشد قدرت اراده به کمکش نمیآید اگر شروع کند نگران ترکش نیست. تداوم یک کار به ایمان قلبی شخص مربوط است و نه چیز دیگری. به همین دلیل حتی یک بار هم نشده به کسی پیشنهاد کنم بدود. اگر کسی دوستدار دوی استقامت باشد باید به شیوه خودش به آن بپردازد. ماراتون ورزش همه نیست. درست مثل رمان نویسی. یک نفر هم به من پیشنهاد نداد که نویسنده شوم. رمان نویسی حرفه هر کسی نیست اما من به آن اعتقاد قلبی داشتم پا پس نکشیدم کسی هم به صرف توصیه ی کسی دونده نمی شود فقط ما همگی وقتی به نتیجه می رسیم که با تمام وجود به سمت انجامش برویم ممکن است کسی این جملات را بخواند یا بشنود بعد دویدن را امتحان کند ببیند از دویدن خوشش آمده و دیگر جزئی از زندگیش شود اما هر کس سلیقه خودش را دارد. از چیزهایی خوشش میآید و حق دارد از چیزهایی هم خوشش نیاید. مجبور کردن یک عده به دویدن شکنجه بی سمر است. دلم میخواهد معلمان هم شاگردانشان را وادار به طی یک مسیر نکنند. مهمترین نکته ای که در مدرسه یاد میگیریم این است که مهمترین نکته ها را در مدرسه نمیتوان یاد گرفت. این را باید بگویم که گاهی دوچار رخوت می شم. حال دویدن ندارم. به هر توجیهی متوسل می که آن را به تعویق بیاندازم. یک بار از دونده المپیک پرسیدم این حالت برای او هم پیش آمده؟ جواب داد هر روز. مسلما دوست داشتم این جواب را از دهان کسی بشنوم که روی سکو رفته و مدال گرفته. میخواستم بدانم احساسات مشابهی وجود دارد وقتی سر وقت دویدن می رویم. پاسخ او تسلای خاطر بزرگی بود. باعث شد مطمئن باشم که ما همه در نهایت شبیه هم هستیم. هر بار که حوصله دویدن ندارم به خودم میگویم من که کارمند نیستم مجبور نیستم با مترو و اتوبوس های شلو خود را به محل کارم برسانم. پس سعادتمندم. تصور می کنم در قطار پر ازدهامی برای رسیدن به جلسه کاری خود را از بین همه آن آدم های کارمن جلو می کشم از خودم میپرسم آیا این یک ساعت دویدن اصلا قابل قیاس با وقتهایی هست که صرف کار اداری می شود؟ شرح رو آوردنم به دویدن در سی, و سی سالگی این بود سنی که مسیح از دنیا رفت سکات فیتز جرالد رو به افول نهاد سنی که انسان در طول مسیر زندگی به یک تقاطع میرسد در همان سن من رمان نویس شدم رمان نویسی که هر روز می دوید. تا امروز یکم سپتامبر 2005 در سه ماه گذشته حدود 350 کیلومتر دویدم. هدفم شرکت در مسابقه ماراتون نیویورک است. برنامه ریزی کردم که مسیر دویدنم را افزایش دهم. هیچ برنامه ای را لغو نکردم. کم کم حس کردم که روی فرم آمدم. میوه های تازه مثل آواکادو و سبزیجات بیشتر میخورم. یکی دیگر از چیزهایی که سر پا نگه هم میدارد چرت زدن است. بعد از نهار روی کاناپه ولو میشوم. نیم ساعت بس است. بعدش قبراغم. به این نخاب قیلوله میگویند. اسمش هر چه که باشد هر جا که باشم زود چرتم میبرد اشکالش این است که ممکن است جایی بخوابم که کسی انتظارش را ندارد صورتم به خاطر کاهش چند کیلو وزنم تکیده شده حجم تمریناتم و میزان اثرگذاریش رفته رفته کم می شود ولی کاری نمی شود کرد نباید با تراز کارایی در مورد ارزش های زندگی قضاوت کرد جایی دیدم که نوشتند عضلات به سختی شکل می گیرند اما به سادگی تحلیل می روند. چربی ها به سادگی شکل می گیرند و به سختی تحلیل می روند. این واقعیت را همیشه در ذهنم دارم. در ماه سپتامبر تعداد قدم هایم را بیشتر کردم. عضلاتم ورزیده شد. استقامتم بیشتر شد. به این معتقدم که بدن کاملا درک می کند. هر قطع هم به بدن برای انجام کاری فرمان بدهید نباید روی واکنش آنیش حساب باز کنید بدن سیستمی بی نهایت کنشمند و عملگرا دارد باید اجازه بدهید فشارها را رفته رفته احساس کند در آن صورت شرایط را متوجه می شود و زیر بار افزایش تمرینات می رود یا حتی نمی رود بعد از مرحله پذیرش یا انکار با احتیاط زیر بار افزایش تمرینات می روید. دو ماه تا مسابقه مانده تمرینات متعادلی دارم. گاهی ساده است و گاهی دشوار. رسیدن به نقطه اوج توان جسمی حساس است. قرار است به نتیجه مطلوب برسم. باید واکنش ها و بازخوردها ها را زیر نظر بگیرم. چند مسافرت در پیش دارم. باید به ژاپن و سپس به بستون بروم. در ژاپن به خاطر مشغله های زیاد نمیتوانم سخت تمرین کنم اما باید به فکر جبران مفات باشم. چیزی هست که گفتنش برایم سخت است. در مسابقه ماراتون قبلی عمل کردم افتضاح بود. اولش بسیار خوب بودم. هنوز انرژی زیادی داشتم حتی مطمئن بودم که میتوانم توانم به پایان برسم اما ناگهان قدرت پاهایم تحلیل رفت عضلات پایم گرفت اوزا جوری وخیم شد که از اختیارم درآمد سعی کردم با کشش پاهایم قدرتشان را برگردانم اما لرزش رانهایم زیاد و زیادتر شد حتی نتوانستم سر پا بایستم نشستم بعد از دقایقی به خیال اینکه بهتر شدم برخواستم اما تا خواستم بدوم گرفتگی برگشت مجبور شدم پیاده روی کنم اولین بار بود که در مسابقه ماراتون راه میرفتم آنقدر درد داشتم که حتی راه رفتن هم مایه عذاب بود. قید مسابقه را نزدم چون از جا زدن خوشم نمی آمد. به خودم گفتم حتی شده سینه خیز بروم باید از خط پایان بگذرم. دوندگان یکی بعد از دیگری از من جلو می زدند. من می لنگیدم. از شدت درد صورتم مچاله شده بود. باد می وزید و چون بدنم خیس بود سردم شده بود. زمستان بود و به خاطر دویدن متوجه باد سرد نشده بودم. البته آن موقع فقط به غرورم فکر می کردم که جریه دار شده بود. حدود دو کیلومتر به خط پایان گرفتگی پایم از بین رفت. توانستم بدوم. بدنم که گرم شد با تمام توان دویدم. اما سه دلیل باعث شد که در آن رقابت ناکام بمانم. تمرین ناکافی، تمرین ناکافی، تمرین ناکافی. نه وزنم پایین آمده بود و نه تمریناتم به اندازه کافی بود. دوچار غرور کاذب شده بودم. فکر می کردم همان تمرینات برای بردن بس است. میان اطمینان نابجا و غرور بجا مرز باری کیست؟ آن ماجرا باعث شد مصر شوم که دیگر نگذارم این اتفاق برایم بیفتد. تمام موارد اصولی را مرور کردم. هر تمرینی که از دستم برمیآمد و البته در که درست از قابلیتهای بدنم و تداوم درست است من اهل رقابت نیستم بارها هم گفتم آدم همیشه که برنده نیست در شاهراه زندگی تا ابد که نمیتوان در خط سرعت باقی ماند اما من دوست ندارم یک اشتباه را دو بار تکرار کنم بهترین کار این است که آدم از اشتباهش درس بگیرد روشش را اصلاح کند و بار بعد از آن درس بگیرد. آدم تا وقتی توان دارد باید این کارها را انجام بدهد. شاید به همین دلیل برای ماراتون نیویورک تمرین می کنم. این خاطرات برای 20 سال پیش است. روزهایی که تازه شروع کرده بودم به دویدن. با یادآوری این خاطرات می توانم دقیق تر بنویسم. با رجوع به خاطرات روزانم میبینم که هر روز از دویدن نوشتم. حالا آن افکار و احساسات را بازخانی میکنم. نوعی بیدار باش برای سر و سامان دادن به افکارم است. دقبقی اصلی هم از یادآوری آن مسابقه ماراتون نیویورک است. باید بتوانم آن را در زمان خوبی به پایان ببرم. مصاحبه ای با مجله آمریکایی داشتم با تیتر رمان نویس دونده. چند روز بعد عکاسی آمد تا از من عکاسی کند مدام در حال ورج ورجه بود مطمئن بودم با این مصاحبه و این عکس ها اده زیادی من را در آن روز خواهند شناخت نگرانیم بیشتر شد مبادا عمل کرده نامناسبی داشته باشد بیایید برگردیم به 1983 وقتی به یونان رفته بودم مسیر آتن تا روستای کوچکی را تنهایی دویدم مسیری که روزی پیغام رسان جنگ آن را طی کرده بود عکس معروفی هم از آن مسیر موجود است در جهت مخالف باد شروع کردم به دویدن مسابقه رسمی نبود و فقط من بودم که می دویدم. اصلا چه شد که به آتن رفتم؟ نشریه ای از من خواست تا به کشورشان سفر کنم. قرار بود سفرنامه ای بنویسم. یک تور رسانه ای بود که سازمان جهانگردی یونان اینش را داده بود. توری بود مثل همه تورهای دیگر. دیدن آثار باستانی تا گشت و گذار در طبیعت. تعیین تاریخ برگشت هم به عهده خودم بود. یونان مهد ماراتون بود. چه جایی از آنجا بهتر؟ می توانستم تمام یا بخشی از مسیر ماراتون را بدوم. اولین ماراتون غیر رسمی و کامل بدون بیننده و نوار پایان را آنجا تجربه کردم. یک و تنها. طول مسیر چهل و دو کیلومتر بود. اگر بیننده مسابقات ماراتون المپیک آتن باشید، حتما متوجه شده اید که دوندگان بعد از ترک شهر ماراتون به ای فرعی در سمت چپ می پیچند. از چند امارت تاریخی عبور می کنند، سپس به مسیر عادی بر می گردند. همین راه انحرافی مسیر ماراتون را تکمیل می کند. این مسافت 25 مایل است. تابستان بود که این مسیر را دویدم. گرما بیداد می کرد. احالی آنجا هم به دلیل گرما از خانه بیرون نمی زنند. فقط توریست ها بیرونند. حتی سگ ها هم از سایه تکار نمی خورند. شدت گرما موقعی دویدن بیشتر هم می شود. وقتی به مسئولان گفتم می خواهم بدوم، گفتن دیوانگی نکن. ولی دیگر تصمیمم را گرفته بودم و در نشریه ای هم در موردش حرف زده بودم. راه بازگشتی نبود. بهترین راه این بود که قبل از در آمدن آفتاب بدوم. هر چه دیرتر، بدتر. دقیقا شبیه داستان ژاپنی ماجرای رقابت برای جلو زدن از آفتاب. اتومبیلی پا به پای من حرکت می کرد. عکاس مجله هم بود. مجبور بودم گاهی به سمتشان بروم و آب بنوشم. عکاس مدام می پرسید قصد ندارید که همه راه را بدوید. فکر می کرد مثل خیلی های دیگر چند عکس تزئینی می گیریم و سر و ته قضیه را هم می آورد. به هر حال ساعت پنج و نیم شروع کردم به دویدن. از در ورزشگاهی که بعدها در المپیک آتن سال 2004 مورد استفاده قرار گرفت جاده ماراتون را در پیش گرفتم فقط یک اتوبان اصلی وجود داشت جنس آسفالت هایش متفاوت بود به جای ماسه پودر سنگ مرمر قاطی آسفالت می کنند برای همین جاده هایشان در آفتاب برق می زنند موقع بارش هم لغزنده است کفش ها رویش صدای زیک زیک می دهد. در بسیاری از مسیر به خاطر پارک دوبل ماشین ها، ساخت و ساز غیر متعارف، چراغ های راهنمایی دویدنم دچار دو اختلال می شود. با بالا آمدن آفتاب، سر و کله مردم هم پیدا شد. همه با کنجکاوی نگاه هم می کردند. بعد از چند کیلومتر پیراهنم را به عادت درآوردم. نرم بادی می وزید. لاشه سگ و سپس گربهی بر جاده دیدم، برای بقیه عادی بود که در اتوبان حیواناتی بر اثر تصادف مرده باشند. تک تکشان را شمردم. یازده گربه و چهار سگ. آفتاب کم کم بالا آمد و گرمایی که وصفش را شنیده بودم از راه رسید. هوا آنقدر خشک بود که در دم عرقم را می خوشکند. هر چند کیلومتر آب می خوردم، اعضای تحریری منتظر بودند که خسته شوم و جایی به آنها ملحق شوم. جاده هموار نبود. شیب ملایمی همیشه به بالا یا به پایین داشت. گاهی هم از روستایی می گذشتم. بالاخره بعد از پیمودن دو سوم راه تپه های ماراتون را دیدم. اما بادی وزیدن گرفت که سرعتم را کم کرد. جوری به پوستم شلاق میزد که انگار نمیخواست مسیر را به پایان برسانم. همان لحظه حس کردم توانم از دست رفته. هر چه آب میخوردم باز تشنه بودم. سمت چپ پر از کوه های نخراشیده و لخت بود و سمت راست با های زیتون. باد شدید تر شده بود. کفگیرم خورده بود ته دیگ. سی و هفت کیلومتر دویده بودم. رمق نداشتم آب بنوشم. خشم پای وجودم را گرفته بود. از دست گوسفندانی که برای خود میچریدند، از عکاس که مدام عکس میگرفت، از صدای شاتر دوربین تاولهای ریز و درشت روی تنم درآمده بود روزنامهنگار از پنجره ماشین داد زد فقط یک مایل دیگه داری میرسی حرارت آفتاب کشنده بود عرق چشمانم را میسوزاند چند لحظه چیزی نمیدیدم و باز بیناییم برمیگشت بالاخره بنای یاد بود ماراتون را دیدم ورودی دهکده ای به همین نام اما دیدنش ناگهان کلافم کرد. پاهایم از مغزم فرمان نمی گرفت. انگار عضلاتم را با رنده زنگ زده تراشیده بودند و بالاخره خط پایان. چه احساسی داشتم؟ هیچ. تنها به خلاص شدن فکر می کردم. شلنگ آب پمپ بنزینی را روی خودم گرفتم. نمک های چسبیده بدنم را شستم. پیرمرد متصدی پمپ بنزین برایم گلی آورد و گفت کار بزرگی کردم. این رفتار سمیمانه یک آدم غریبه حالم را بهتر کرد. در دهکده ی کوچک دوست داشتنی ماراتون کافه پیدا کردم که باز بود. جرعه جرعه نوشیدنی خوردم اما مثل چیزی نیست که در ذهنم داشتم. هیچ چیز جهان در زیبایی توهم فردی نیست که هوش و حواسش را از دست میدهد. سه ساعت و پنجاه دقیقه زمان برد تا مسافت آتن تا ماراتون را طی کنم. دست کم این حس را داشت که مسیر را یک تنه دویدم. خوشبختی آن لحظه این بود که دیگر لازم نبود بدوم. دسامبر همان سال در مسابقه ماراتون دیگری در هوایی شرکت کردم. نتیجه آنجا هم خوب بود. این هدف را داشتم که هر سال در یک مسابقه ماراتون شرکت کنم. هنوز هم گزارش دویدنم را رو در روزنامه دارم. هنوز هم از خواندنش به فکر میافتم که نزدیک خط پایان واقعا توانم ته می کشد. از دست زمین و زمان آسی می شدم. مثل ماشینی که بنزینش تمام شده. اما درست دقایقی بعد درد و مصیبت را از یاد میبرم. دوباره مقدمات دیگری در ذهن پای ریزی می کنم. نکته خندهدار این است که هر چقدر تجربه کنم باز همان اتفاقات تکرار می شود. بعضی از فرایندها را نمی شود تغییر داد. اگر انسان بخشی از فرایند باشد فقط می تواند ان اتاف پذیری خود را بالا ببرد. به این ترتیب همان فرایند بخشی از هویت فرد می شود. دور آخر مسابقه ماراتون نیویورک در سنترال پارک است. شیب های تون آغاز می شود. هر بار در روزهای غیر از مسابقات این شیب ها به نظرم ملایم است اما دقیقا در روزهای مسابقه همین شیب ها سرعتم را می گیرد. آخرین توش و توان دونده ها را همین شیب ها برباد می دهند. باز هم نزدیک خط پایان پاهایم به فقان می افتد. در سربالایی ها خوب می دوم. از مسیرهایی این چونینی خوشم می آید چون طرفداران کمی دارد. ولی نوبت به سنترال پارک که می رسد بیش نیستم. امروز وز فرق دارد. باید از پسش بر بیایم. این اصل که تمرین هایم را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنم باعث شده از عادت کنند. در روزهای دیگر که مسابقه در کار نیست، آنها را آموزش دادم که با میزان فشار اخت شوند. این کار یک شبه انجام نخواهد شد. هر روند پیوسته ای شما را قوی تر از نسخه سابقتان می کند. سوای کشیدگی های مقطعی از اولاد صبورانه تغییر می کنند. آنها بسیار آگاه و بسیار باشعورند. تا زمانی که روش درستی داشته باشیم یاد میگیرند که مقاوم باشند اما همین که چند روز تمرینتان قرد شود آنها نتیجه میگیرند که نیازی به کار سخت نیست ظرفیت خود را پایین میآورند استراحت هم لازم است اما باید به عضلات گوش زد کرد که رئیس کیست در روزهایی که در ژاپن بودم مجموع داستانی به اسم داستانهای عجیب توکیو چاپ شد باید ترجمه هایم را بازنویسی کنم. کاری وقت گیر است. باید مقدمه ای هم برای داستان بید نابینا زن خفته بنویسم. کار نوشتن یادداشت های دویدن هم زمان گیر است. کسی از من نخواسته چیزی در مورد دویدن بنویسم. اما مثل یک آهنگر در روستایی دور افتاده مدام در حال ضربه زدنم. در ضمن چند سخنرانی جزئی هم در کمبریج هست، بنابراین باید درست و دقیق برنامه بریزم. گاهی فکر می کنم اگر دو نفر بودم هم به همه این کارها نمی رسیدم. حاضر هم نیستم به خاطر کار زیاد از دویدن صرف نظر کنم. دو سه دلیل دارم که دویدن را کنار نمی گذارم. در توکیو در محوطه چمن گرداگرد معبد میچی می دوم. اینجا در سنترال پارک با هر چال چوله ای آشنا هستم. وقتی توشیهیکو هنوز در اوج بود من دویدن را شروع کردم. او هم در مسیر معبد می ایجی می دوید. به خاطر تحریم نتوانسته بود در المپیک مسکو شرکت کند. المپیک لس آنجلس آخرین مهلتش بود. او به چیزی جز مدال فکر نمی کرد. ناکامورا مربی تیم اسنبی هنوز زنده بود و سرحال. او هم در آن مسیر با دوندگانش می دوید. بعد از مدتی قیافه برای هم آشنا شده بود. آن سالها قبل از شروع ترافیک در مسیر می دویدم. برای سلام به هم سرتکان می دادیم. در روزهای بارانی هم سلاممان شبیه این بود که به هم بگوییم ما آدم های سرسخت روزگاریم. آنها را خوب به یاد دارم. همه حول و حوش سی ساله بودند. قد دو قواره ورزشگارانی که مدال دور گردنشان می درخشد. دو نفرشان را خوب به خاطر دارم. روی فرم و آماده بودند. متاسفانه هر دو در تصادف رانندگی کشته شدند. خبر مرگشان مثل سائقه بود. تازه بعد از مرگشان در گزارشی خواندم که قرار بود خیلی زود با هم ازدواج کنند. کم کم به این اعتقاد رسیدم که دوندگان شرایط و تجارب یکسانی را از سر می گذرانند. حالا هم موقعی دویدن قیافه آن دو را به یاد می آورم. بخار سفیدی که در سرمای صبح دم از دهانشان بیرون می آمد. حالا آرزوهایشان کجا رفته؟ مثل بخار در هوا معلق و ناپدید شده؟ در حرهوش خانم مسیری هست که آنجا می دوهم. بخش امدهی از آن هموار است. گاهی به این فکر می کنم که آنها با تمرینات سختی مشابه تمرینات من یا شاید سنگین تر با آینده امیدوار بودند در این حال به موسیقی بیشتر گوش می کنم من که نمی توانم دست از دویدن بکشم حتی شده سینه خیز باید به هدفم برسم خب برویم سراغ رمان. از من پرسیدند که مهمترین قابلیتی که یک رمان نویس باید از آن برخوردار باشد چیست؟ خب مسلم است استعداد اگر استعداد نباشد تمام اشتیاق جهان هم در سینه جمع شود سمر بخش نخواهد بود اینجا بحث بر سر یک شرط واجب است تا یک قابلیت بهترین اتومبیل هم اگر سوخت نداشته باشد قادر به حرکت نیست اما استعداد هم عیب و نقصی دارد فرد با استعداد قادر نیست با کیفیت کمیت استعدادش را مهار کند. اگر نداند چطور از آن استفاده کند، بخواهد دامنه آن را گسترش دهد، بخواهد زمان زیادی از آن بهره بگیرد، این توازن به هم میخورد. استعداد قوانین خاص خودش را دارد. هر وقت بخواهد فوران می کند. روزی هم به خشکت خشکیده. برخی از شعرا و خوانندگان در اوج ناگهان پشمرده شدند. کسانی مثل شوبرت و موتزارت که مرگ های زود هنگامی داشتند، استعدادهای های این چونینی داشتند. دومین قابلیت وجه بدیهی است، یعنی تمرکز. توانایی معطوف کردن استعدادهای محدود بر امور اساسی در لحظه. بدون تمرکز نمیتوان کاری ارزشمند ارائه داد. تمرکز دقیق استعداد پریشان را متمرکز می کند. حتی استعداد نیم بند را سر و سامان می دهد. من هر روز صبح چند ساعت پشت میز می نشینم. هوش و حواسم را معطوف به بحثی می کنم که قرار است دربارش بنویسم. نه چیز دیگری می بینم و نه چیزی می شنبم. نباید عامل بیرونی مخل تمرکزم شود. رنج مانع تمرکز می شود. قابلیت مهم بعدی استمرار است. استمرار و پایداری در کاری که در سر دارد. اگر کسی روزی سه چهار ساعت در روز روی نوشتهاش تمرکز نکند نمیتواند چیز بلندی بنویسد. باید آنقدر حوصله به خرج داد که بعد از دوره دست کم شش ماهه نتیجه ای در خور ببیند. این روند را رو شبیه تنفس می دارم. فرایند نفسگیری هنر آرام آرام نفس بیرون دادن و بازدم است. هوا در ششا ذخیره می شود. توازن بین دم و بازدم درست مثل توازن بین استمرار و تمرکز است. کاری سخت است اما باید خود را عادت بدهیم. این دو اکتسابی هند. با تمرین قابل یادگیری هند. از بسیاری جهاد شبیه ورز دادن ازولات است. باید مدام پیام اصلی موضوع مورد تمرکز به سراسر بدن مخابره شود. اطلاعات لازم گردآوری شود. انگیزه ای در خود ایجاد کنید و آن را حفظ کنید. تکرار کنید. بردباری در این راه حکم یک باید دارد. ریمون چندلر در مصاحبه ای گفته اگر حتی یک قط هم ننویسد پشت میزش می نشیند و تمرکز می کند. این راه برای تقویت اراده است. من نوشتن را کاری جسمانی نمیدانم. نوشتن ذهنی است. ولی به پایان بردن رمان به کار جسمی بیشتر شباهت دارد. اکثر مردم لایه های ظاهری را می بینند. گمان می کنند یک نویسنده فقط تایپ می کند یا خودکارش را روی کاغستکان می دهد و عجی مجیلا ترجی داستان متولد می شود. در حالی که نویسنده برای تک تک کلماتش تمرکز لازم دارد. شاید جسم نویسنده فعالیت چندانی نداشته باشد ولی ذهن او پر و پر نویسنده باید ذهن خود را در چارچوب مشخص روایت حرکت بدهد. باید از تمام توان خود بهره ببرد. آنها که استعداد نوشتن دارند ناخداگاه از دل این فرایند می گذرند. ممکن است از وجودش هم بیخبر باشند، مخصوصا در جوانی، تا اراده کنند تمرکز و استمرار از راه می رسد. اصلا نیازی ندارند خود را مجاب کنند. اما جوانی که بگذرد درخشش ذهن هم کمتر می شود. دوبال استمرار و تمرکز تحلیل می روند. ممکن است این قاعده برای همه یکسان نباشد اما همیشه حد و مرزی وجود دارد. ما باید منتظر این تغییرات باشیم. البته هستند کسانی که چشمه استعدادشان نمی خوش کرد. معدود و سعادتمندند. یادتان هست که از اقبال خدادادی در چاق نشدن حرف زدم؟ این را هم به آن اضافه کنید. من بیشتر دانسته هایم را در نویسندگی از طریق دویدن روزانه آموختم. اینکه تا کجا بر خود فشار بیاورم؟ کجا استراحت کنم؟ چه میزان از حد هر روز بیشتر بدوم تا چه حد باید به جهان بیرون اعتنا کنم و تا چه حد در جهان درونم بمانم طی این همه سال زندگی ناکاملی داشتم شاید اقراق باشد اما راه درست را موجزهی در زندگیم میبینم. راهی که در آن فهمیدم که باید چه کنم و چه کاری از دستم ساخته است. گاهی دیدم کسانی را که هر روز میدوند مسخره می کنند. می گویند هدفشان یکی دو روز زندگی بیشتر است. من اینطور فکر نمی کنم. دوندگان با تمام وجود میخواهند در سلامت کامل زندگی کنند. به اعتقاد من دویدن در این هدف کمک کننده است. تحرکی در محدوده فردیت خیش. ذهن انسان تحت هدایت جسم عمل می کند. به این اعتقاد دارم ذهن و جسم با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند و بر هم اثر میگذارند. درست است که گرایش های ذاتی افراد همیشه با آنها میماند اما هر انسانی میتواند آن را تعدیل کند. این را موقعی نفس کشیدن بارها تجربه کردم. وقتی مبتدی بودم تند نفس میکشیدم و رفته, رفته رفته ریتم تنفس دستم آمد. این در مورد دو نویسنده هم صادق است. از سبک و طرز بیان آنها می شود پی برد که مبتدی اند یا با تجربه؟ شروع به دویدن می کنم. مثل همیشه در ابتدا به نظر می رسد دو وزنه سنگین به پاهایم وصل است. از هایم سفت شدند و تا گرمشان نکنم از این حالت در نمی آیند. مربی ماساژم میگوید عضلاتت را جوری سفت می کنی که می ترسم فلج شوی. گاهی با مشت بهشان ضربه میزنم اما ریتم و عادتشان دستم است در تمام این مدت فهمیده ام می شود به بدن اهمیت داد و آن را ساخت فکر هم به همین ترتیب زنی صدایم میزند معلوم می شود از خوانندگان آثارم است میگوید 20 سال است که کارهایم را میخواند به هم لبخند میزنیم از او تشکر میکنم دوباره شروع به دویدن میکنم مقصد کجاست؟ تمرکز روی رومانی نو در زه در چند روزی که بستون گرم می شود خیلی ها به سمت ورمونت یا کیپکاد می روند شهر خلوت و دیدنی است جان می دهد برای دویدن ماشین بستنی فروشی جایی نزدیک دریاچه می استد. کسی گیتار می زند. رنگ سبز پروپیمان درختان به زرد مات بدن می شود. باد برگ های پژمرده را در هوا میچرخاند. بعد از جشن هالوین تا به خود بیاییم یخی سر تا سر رودخانه را میپوشاند. برگی روی درختان باقی نمی ماند. لانه های سنجاب ها سوت و کور می شود و دسته قاز از کانادا از راه می رسند. اگر برف ببارد، مردم به شنا در سالن های سرپوشیده روی می آورند. ما دونده ها با دست که کلاه پشمی می دویم. با این حال نوک انگشتانمان یخ میزند. باد سرد و زمین یخ زده دویدن را دشوار می کند. اطراف رود چارس که هوا سردتر هم هست. اما آنجا دویدن را ترجیح می دهم. این رود جاذبه مغناطیسی دارد. اگر چند روز مسیرم را عوض کنم آب را نبینم آرام آرام خلاه آن را درونم حس می کنم. یک ماه و اندی به ماراتون نیویورک مانده. زمان کاهش تمرینات از راه رسیده. در دفترچه تمریناتم ریتم ماه های اخیر را وارسی کردم. به نظرم آهنگ درستی دارد. میانگین دویدن های اول افزایش و سپس کاهش یافته. کفش های سبکی انتخاب کردم. از این به بعد و تا یک ماه آینده با این کفش ها تمرین می کنم. بعد از تمرینات مداوم انگار بدنم خیلی تحلیل رفته. نمیتوانم با سرعت دلخواه بدوم. جوانها از من جلو میزنند. حرکاتشان با هم همخانی ندارد. فقط مثل هم لباس پوشیدند. شاداب و تندرست. میتوانم بفهمم دونده دوی نیمه استقامتند. دوهای کوتاه تر با سرعتهای بالاتر. در خیاس با آنها به باخت عادت کردم. در این دنیا کارهای بسیاری هست که ورای توان من است. چه رقبای بیشماری که از پسشان بر نمی آیم. ولی می دانم آدم های کمی مثل من درد را می به دویدن پرغرورشان که نگاه می کنم، به گام ها گرقابت به راهم در کرانه رود چارز چشم می روزم. آیا دورنمای من هم به همین شکل با خروش است؟ شک ندارم در جوانی پاهایم با این تحکم بر زمین کوبیده نمیشد. دیدن جوانها مرا به وجد می آورد. نسلی جایگزین نسلی دیگر می شود. آنها ادراکات متفاوتی دارند. راه متفاوتی را برای رسیدن انتخاب می کنند. زن کوتاه قد شست ساله ای را در مسیر می بیدم. سرخ بوست است. جاکت گل و گشادی به تن دارد. اما هر روز بلوزی تازه زیر جاکت می پوشد. هر روز به این فکر می کنم امروز چه پوشیده؟ پیرمرد تنومند قفقازی هم هست. تند و چالاک می دود. پایش آسیب دیده و تسمه ای دورش محکم کرده. یک روز ما آدم های میان سال در میان این جمع نیستیم. این را می دانم. به مقوله رمان نویسی فکر می کنه. نمیدانم کدام کار کار آخرم باشد از من هند این دویدن صد راه نوشتنم نمی شود؟ این باور عمومی وجود دارد که داستان نویس با در پیش گرفتن زندگی ناسالم خود را از تباهی دور می کند و به خلوصی نزدیک می شود که ارزش هنری دارد. منبع آن احتمالا فیلم است که در مورد هنرمندان ساختند. موافق هستم که هر کس که رمان نویس شود خواه ناخواه ماده سمی را از اعماق وجودش به سطح می آورد. تمام نویسندگان با چنین سمی مواجه می شوند. فعالیت هنری در بردارنده عناصری ناسالم و ضد اجتماعی است. داستان نویسی هم به همان ترتیب فعالیتی سالم نیست. به همین دلیل هنرمندان بیشماری دچار انحطاط می شوند. اما برای این فعالیت دامندار باید سیستم ایمنی قویی داشت. باید قادر به خلق روایتهای های جاندار بود. برای ایجاد آن سیستم ایمنی قوی لازم است که در دراز مدت از پا نیفتد. انرژی آن باید از جایی تأمین شود چه جایی بهتر از بدن انسان. درست است که هر نویسنده روش و جهانبینی خاص خودش را دارد یک راه واحد برای رمان نویسی وجود ندارد اما صادقانه بگویم که انجام دادن کاری هجیم بنیه بدنی میخواهد من به این جمله کلیشه اعتقاد دارم که میگوید وقتی کاری ارزشش را دارد با تمام توان انجامش بده انسان برای دست و پنج نرم کردن با کاری ناسالم باید تا حد ممکن سالم باشد روح ناسالم نیازمند جسمی سالم است. درست است که سالم و ناسالم الزاما در دو سر یک طیف قرار نمی گیرند. آنها در تقابل هم نیستند، مکمل همند. حتی گاهی به هم پیوند می خورند. نمی شود یک روی سکه را دید. اما این حقیقت وجود دارد که تحلیل قوای جسمی یک بار از راه می رسد. اصطلاح خشک شدن چشمه ادبی از اینجا می آید. روزی که سیر نزولی در آثار غیرقابل انکار است. به نظر من این که جسم توان مقابله خود را از دست بدهد قوای ذهنی هم رو به افول می رود. هیچ شگرد و دستورالعملی هم به کار نمی آید اگر این وضع پیش بیاید. برخی نویسندگان خودشان را از بین می برند و برخی دیگر عطایش را به لقایش می بخشند. ادبیات به دیده من پدیده ای بداهه و هماهنگ است. نوشتن رمان شبیه بالا رفتن از کوهی با شیب تند است. باید تقلا کرد. سخراهای نخراشیدهی در راه است. باید بر محدودیت ها قلبه کرد. بله، انسان یک روز شکست خود را می بیند. جسم به مرور فرسوده می شود. بدن تجزیه می شود و روح هم رخت بر می بندد. اما ما می توانیم با روش درست آن را به تعویق بیاندازیم برای من که اینطور است من به دویدن ادامه می دهم اینها را در سخنرانی که در دانشگاه امایتی داشتم دوباره تکرار کردم جالب است که بدانید موقعی سخنرانی صحبت کردن به زبان انگلیسی برایم راحت تر است انگار در دریای از واژگان شیرجه میزنم. از نظر لغات و اصطلاحات امکانات فراوانی در اختیار دارم. گرچه زبان مادری هم چیزی است که با آن فکر می کنم. در مقام نویسنده هم زبانانم را مخاطب کارهایم می بینم. وقتی پشت میز تحریر از راه نوشتن با آنها حرف میزنم، پیوند با مردم ژاپن از این راه است. وقتی در کشورم بخواهم سخنرانی کنم، ناگهان دوچاره وسواس می شبن. مدام همه چیز را در ذهنم مرور می کنم. مبادا چیزی از قلم بیفتد. در مقابل موقع تنظیم یک سخنرانی به زبان انگلیسی چون امکانات آن زبان را محدود می دانم تسلط بیشتری برای انجامش دارم و با آسودگی خاطر بیشتری آن را اجرا می کنم. مطالب را به ترتیب اهمیت به خاطر می سپارم. کلماتی راحت انتخاب می کنم. گاهی آنها را به خنده می اندازم تا سر ذوق بیایند. آنها را با خود همراه می کنم اگر بتوانم تمرکز آنها را متوجه خود کنم و این تمرکز را نگه دارم سخنرانی در ذهنشان می ماند برای مرور متن سخنرانی آن را موقع دویدن مرور می کنم هر قدمی که روی زمین می گذارم کلمه ای در ذهنم جان می گیرد گاهی آدم هایی که از اطرافم رد می شوند با تعجب نگاه هم می کنند موقع دویدن یک قاز کانادایی و یک سنجاب دیدم هر دو مرده بودند چهرهشان آرام بود مرگشان را پذیرفته بودند نزدیکشان مرد بی خانمانی با چرخ دستی ایستاده بود و سرود آمریکای زیبا را میخواند این تصویر در ذهنم ماند تا آن را در رمان تازم به کار بگیرم هیچ انسان عاقلی در یک روز 100 کیلومتر ندویده اما من چرا؟ از صبح تا غروب طول کشید. یک مسابقه فوق ماراتون بود. اما بعدش به کلی از با درآمدم آمدم. اصلا نمیدانم دویدن در این مسافت یعنی چه و چه معنایی دارد. عملا خلاف قاعده ای بود که ناگهان خواستم نقشم را در آن ببینم. گاهی این کارها به خودشناسی کمک می کند. دیدگاهش را به زندگی دگرگون می کند. اتفاقی بود که افتاد و من را دگرگون کرد. شروع مسابقه صبح قبل از روشنی هوا بود در هوای سرد. لباس های زخیم پوشیدم اما در آخر مسابقه فقط دست کش دستم بود. یک پیرهن رکابی و شرط ورزشی. مسابقه از شهر یعبتسو در قرب دریاچه شروع و در شهر کیتامی تمام شد. مسیری کنار دریا را پشت سر گذاشتم. گاف ها به چرا مشغول بودند و این فعالیت پوچ اهمیتی برایشان نداشت. هر ده کیلومتر ایستگاههایی برای ارزیابی زمان دوندگان تعبیه شده بود. اگر کسی از حد تعیین شده تجاوز کرده بود، از دور مسابقه کنار می رفت. مقررات سختی داشتند، باید زمان را مدیریت می کردم. حساب کرده بودم هر یک کیلومتر را در نه و نیم دقیقه بدوم. ساعت غذا و استراحت هم به آن اضافه کنم کل مسابقه یازده ساعت تمام می شود. خیلی خوشبینانه به مسابقه نگاه کردم. بعد از حدود پنجاه کیلومتر حس کردم از سفت شده. جوری تشنه بودم که فکر می کردم با نوشیدن اولین جرعه بمیرم. در جایگاه استراحت اول لباسم را عوض کردم. لباس گشادتری پوشیدم. کفشم را هم عوض کردم چون پاهایم باد کرده بود. ساندویچ کوچکی که همسرم گذاشته بود را خوردم و بعد دو بسته ژله تقویتی، نان شیرینی و قدری آب. چند حرکت کششی انجام دادم. صورتم را شستم و دست چویی رفتم. کسی ازم پرسید خوبم؟ سر تکان دادم. حالا تا رسیدن به خط پایان فقط باید می دویدم. از مثل پلاستیک سفت شده بود. منظم نفس میکشیدم. حواس خود را به بالا تنم مطوف کردم. پاهای نافرمان را فراموش کردم. تا هفتاد و پنج کیلومتر مثل یک تکه گوشت بودم که افتاده در چرخ گوشت. دست و پایم به فرمانم نبود. اما اراده برای جلو رفتن در سرم داد میزد. ماشینی بودم که بی آن که ترمز دستیش را بخواباند داشت سر بالا ای را بالا میرفت. حس می کردم اعضایم دارد از هم جدا می شود. سرعتم کم و کم در می شود. وقتی از کنار پیرزنی رد می شدم سرم داد زد. نامید نشو بجو مرد. هنوز چهل کیلومتر مانده بود. دردی از آور در ران راستم شروع شد. بعد رسید به زانوی راستم. باهایم تجربه این ناشناخته را از سر می گذراندند. متوجه بودم ولی ازشان می خواستم راه نیندازند. با تک تک اعضای بدنم مثل رهبری که جلوی شورشگران ایستاده حرف می زدم. با تشویق، با مجیزگویی، حتی با شماتت. آقابت با هر ترفندی بود تا باوردم. به خودم می گفتم من انسان نیستم، من ماشینم، فقط باید به جلو حرکت کنم. اگر موجودی زنده بودم از گوشت و خون تا آن لحظه از درد ویران شده بودم. یک من در آنجا حضور داشت که دارای آگاهی بود باید به خودم می قبولاندم که این خداگاهی ساختگی است عجیب بود اینکه که آگاهی در صدد انکار آگاهی براید آدم باید از قالب انسانیش جدا شود خود را در حیبت جسمی غیر انسانی ببیند از روی غریزه می دانستم تنها راه بقا همین است این جمله من ماشینم من انسان نیستم را مثل یک مانترا تکرار می کردم. تلاش می کردم ابعاد دنیای پیرامون را کوچکتر کنم. تمام دنیای من باید اندازه سه متر خلاصه می شد. نه آسمان، نه گاف های در حال چرا، نه تشویخ مردم اهمیتی نداشت. فقط باید سه متر دیگر جلو می رفتم. باز سه متر دیگر و باز هم سه متر دیگر. استدلال من در جایگاه ماشین همین بود. قدری آب می نوشیدم. دوباره مانترا را تکرار می کردم. باورم نمی شد این بدن من باشد. در ایستگاه بعدی آلو ترش گذاشته بودند. یکی به دهان گذاشتم. ترشی و شوریش در دهانم پخ شد. آرام آرام در بدنم سرایت کرد. شاید باید کمی راه می رفتم. باید به پاهایم استراحت می دادم. کمی پاهایم را کش دادم ولی راه نرفتم فقط ایستادم و خودم را کش دادم نمیخواستم راه بروم این یکی از قوانین من بود اگر می شکستم رسیدن به خط پایان محال بود در میان این راه ناگهان حس کردم در حال عبور از محدوده خاص هستم احساس عبور از دیوار سنگی مطمئن شدم از درون چیزی گذشتم. میدانم که با عقل جور در نمی آید اما عبور من از آن محدود واقعیت داشت. بعد از آن دیگر نیاز به فکر کردن نبود. باید با جریان همراه می شدم. خود را به دست جریان سپردم تا نیروی مرا به پیش براند. از هم دیگر مثل شورش انقلابی نبود. در سرم داد نمی کشید. موجودی آرام شده بود. انگار خود را مثل یک هواپیما در حالت هدایت خودکار قرار داده بودم. به هیچ چیز فکر نمی کردم. حتی دردی هم حس نمی کردم. آهنگ قدم های بسیاری از دوندگان بر خلاف من کند شده بود. ادهی راه می رفتند. از آن نقطه تا پایان مسابقه از حدود دویست نفر جلو زدم. تک تک کسانی را که می شناختم می شماردم. هنوز قادر به پیشروی بودم در اواخر مسابقه حس کردم درست نمیدانم کی هستم از محدوده زمین جدا بودم با خودم تکرار می کردم من میدوم پس هستم در مرحله پایانی وارد گلستان طبیعی شدم کم کم مناظر را دیدم آب را و بوی دریا را که در هوا شناور بود چند روباه در مزرعه می دویدند. ابرهای متراکم پهنای آسمان را گرفته بودند تعدادی از دوندگان در اطرافم آهسته میدویدند حضور در جمعشان برایم شادی آور بود قلبم با نظمی بارها منقبض و منبسط میشد نحوه فعالیت ارگانهای بدنم را تشخیص میدادم همه خسته بودند اما درست کار میکردند افرادی کنار جاده تشویق میکردند چیزی نمونده به خط پایان احساسی که داشتم را نمی شناختم. بسیار ساکن و آرام بودم. ذهن اهمیتی نداشت. در آن دقایق اعتبار خود را از دست داده بود. فقط به رسیدن فکر می کردم. جز آن چیز دیگری در ذهن نداشتم. خط پایان یک نشان گذاری موقت است مثل زندگی خودمان دریافت مبهمی از این مفهوم داشتم با عبور از خط پایان ناگهان لرزه به تنم افتاد در لحظه رسیدن آن را شناختم خوشحالیم با تمام خوشحالی های پیش فرق داشت دست راستم را مشت کرده و بالای سرم تکان میدادم. ساعت چهار و چهل و دو دقیقه بود یازده ساعت و چهل و دو دقیقه از شروع مسابقه گذشته بود. نشستم. آب نوشیدم. پاهایم را با احتیاط باز کردم. نشانه های کاری ارزشمند مثل یک آسودگی در صورتم پیدا بود. این را خودم هم حس می کردم بیان که ببینم. گرهی سفت رفته رفته در وجودم شل شد. بعد از مسابقه راحت نتوانستم از پله ها بالا بروم. پاهایم می لرزید. تعادل نداشتم. زانوهایم نزدیک بود در برود. بعد از چند روز بالاخره خودم را پیدا کردم. این دستهایم بودند که برایم درد سرساز بودند. قبلا مجبور شده بودم از آنها هم کار بکشم. اما این اولین بار بود که دست ها تاوان میدادند. مهمترین پیامد ماراتونی که پشت سر گذاشتم ذهنی بود. بعد از مسابقه حس رخوت سراغم آمد. اسمش را گذاشتم کبودی های دونده. بعد از رقابت فوق ماراتون شور و شوقم را از دست دادم. خستگی مفرد سراغم آمد. دیگر کمتر از قبل به تمرینات قبلی می پرداختم. زمانی گذشت تا توانستم خود را به برنامه قبلی برسانم. آدم اگر با تمام قوا پا به میدان نگذارد به خط پایان نمی رسد. پس تمرینات منظمی را شروع کردم. فعالیتی مرتب را شروع کردم اما هرگز به فراتر از آن پا نگذاشتم. چیزی در وجودم شروع شده بود که آغاز و پایان داشت. شبیه تفیز و واگذاری به محدودهی متفاوت پا گذاشتم. عاملی من را به سوی درونبینی بینی نوعی سوق داد. دیگر اینکه که به همه کس و همه چیز دویدن را از دست داده بودم. تا پنجاه سالگی راهی نمانده بود. شاید فقط خسته شده بودم. اما اوج فعالیت جسمانی را پشت سر گذاشتم. پذیرفتن تغییر. ترکیبی مرموز و عجیب. تحلیل آن برایم دشوار است. اما اسم این دوران را گذاشتم کبودی های دونده. از آن روز اعتماد به نفسم بالا رفت. دچار افت هم شدم. میزان آدرنالینم را برای روز مبادا ذخیره کردم به جای دوی ماراتون به ورزش های سگانه روی آوردم درست مثل وقتی که انسان دوره اولیه شیفتگی در عشق را پشت سر میگذارد صبحا با بستن بند کفشاگم حضور چیزی را در اطرافم حس می کنم نکات تازه ای را در ذهنم می سپارم. بازگشت به رود چارز و کمبریج حالم را دوباره سر جا آورد اگر بگویم چیزی اجتناب ناپذیر در من به توازن رسید، قلوف نکردم. اما این را میدانم دویدن جزئی از زندگی روزمره هم است. این آین مشخص زندگی من شده. یک ماه دیگر تا ماراتون نیویورک مانده، اما زمان مسابقه برایم اهمیتی ندارد. تلاشم را می کنم. بعید است که به رکوردهای قبلی دست پیدا کنم. واقعیت را می پذیرم. گرچه خوشایند نیست. زمان هم مثل من به پیش تاخته با این تفاوت که او هرگز پیر نمی شود. مبارزه با زمان مهم نیست. مهمتر از آن این است که دقایق را لذت بخش کنم. ارزش و لذت در نظر من نسبتی با عدد و رقم ندارد. من نه جوانیم که فکرش یکسره رکورد زدن باشد، نه پیری که ناتوان شده. من نویسنده هرفه ای هستم با محدودیت های مشخص نویسنده ای که میخواهد بر توانایی و نیروی خود تکه کند باران تندی میبارید تیم بیسبال رد ساکس بستون در بازی های مرحله حسفی باخته بود آسمان ماتم گرفته بود شهرها از شدت باران خسارت دیده بودند باید به کالجی در نزدیکی بستون میرفتم برای مسابقه صبحگاهی نیمه ماراتون. مسابقه ای که اتحادیه ورزش بستون هر ساله برگزار میکرد. کرد. برفا یک سر کار می کرد و می از شدت بارش بشکند. یک شنبه نهم اکتبر بود. شرکت در آن مسابقه حکم دستگرمی داشت. با هشتاد درصد توانم در آن دویدم. به جز سه کیلومتر آخر که با تمام قدرت به سمت خط پایان رفتم. به خود می گفتم باید انرژی خود را ذخیره کنی که وقتی به نیویورک رسیدی چیزی در چنده داشته باشی. مه شده بود. آدرنالینم بالا رفته بود. مسابقه محک خوبی بود و وقتی تمام شد احساس خستگی نمی کردم. انگار تازه بدنم بیدار شده بود و می خواست فعالیت کند. به خانه که برگشتم روی پله ها زانوی راستم درد گرفت. درد عجیبی بود. دردی عجیب در کشکک زانو می پیچید. ناچار شدم دستم را به نرده بگیرم. فکر کردم دویدن در باران ناگهانی باعث درد شده. بعد از گرمای تابستان طولانی در هوای سرد دویده بودم. زانوهای شخص دونده همیشه ضعف دارد. این را میدانستم. وقتی کف پایشان به زمین فرود می آید، ای با سنگینی سه برابر وزن بر آنها وارد می شود. زانوی دونده باید آن همه کوبش را تحمل کند. آخرین باری که زانوهایم را معاینه کرده بودم یادم نمی آمد. به فکر افتادم زودتر از مسابقه آنها را وارسی کنم. چون همیشه درد زانوها به خصوص زانوی راست زود تسکین می یافت به آن بی توجه بودم. خودم را با این فکر تسلا دادم که این بار هم زانویم خوب می شود. صبح روز بعد باز همان درد را حس کردم. تصمیم گرفتم یک بار دیگر از پله ها بالا و پایین بروم. شیوه های مختلف راه رفتم. خیالم قدری راحت شد. آپارتمانم نزدیک هاروارد است. پای پیاده به سمت محل سخنرانی رفتم. از وسط عملیات راهسازی رد شدم. کمی استراب زانو داشتم که با سر و صداها بیشتر شد. اما سخنرانیم خوب پیش رفت. شنوندگان بیشتر دانشجویان بودند از اینکه این نسل این به رمانهایم علاقه داشت سر از پا ترجمه گتسبی بزرگ را هم شروع کرده بودم. از خواندنش سیر نمی شدم و دلم می خواست هم وطنان جاپونیم هم, هم آن را بخوانند. در سخنرانیم از کتاب هم یاد کردم. در شگفت بودم که نویسنده این رمان چطور در بیست و نه سالگی آن را نوشته چطور توانسته با این روشنبینی واقعیت زندگی را درک کند چهار روز بعد را فقط استراحت کردم درد زانو تسکین پیدا نکرده بود و میترسیدم ادامه پیدا کند بعد از چهار روز بارندگی کم شد آرام آرام شروع به دویدن کردم زانو، پنجه و پاشنه پایم را گرم نگه داشتم. خیالم راحت شد که اوزا دارد رو به راه می شود. مهمترین قضیه ماراتون نیویورک بود که باید آن را به پایان می بردم. سه هدف داشتم. در طول مسابقه راه نروم، به خط پایان برسم و از رقابت لذت ببرم. هوا در روزهای بعد آفتابی شد. کار راهسازی خیابان هم به پایان رسید و روز 27 اکتبر بدون آن درد عجیب دویدم. درد را گاهی احساس می کردم اما شدت نمی گرفت. روز بعد هوا کاملا سرد شده بود. کدوهای جشن هالووین جلوی خانه ها به چشم می خورد. از روز آخر اکتبر برف باریدن گرفت. جالب بود که هنوز از تابستان آنقدر فاصله نگرفته بودیم. از پنجره دفترم در دانشگاه به بارش یک نواخت و بی سر و صدای برف نگاه کردم. از دوباره دویدن را از سر گرفتم. می ترسیدم که درد موزی از راه برسد یا مانند سارقی زیرک که منتظر خواب اهالی خانه باشد منتظرم باشد. ناچار از غریزم پیروی کردم. از تخیلت کمک بگیر. خود را در خیلی عظیم دوندگان تصور کردم شور و هیجان دیدن خط پایان در سنترال پارک و شام خوردن بعد از مسابقه در استیک فروشی بود ایمیلی از مسئول رسیدگی کتابهایم دریافت کردم او هم قرار بود در ماراتون شرکت کند اولین ماراتونش محسوب می شود. در پاسخش نوشتم خوش بگذره به این جمله باور داشتم اگر ماراتون مفهومی داشت، تفریح و لذت بود، وگرنه چرا صدها نفر مسافت چهل و دو کیلومتر را بدوند. اتاقی در جنوب سنترال پارک رزرو کردم. بعد بلیت هواپیما برای خودم و همسرم از بستون به نیویورک گرفتم. این چهارمین باری است که به ماراتون نیویورک می روم و به رسم همیشه آهنگی دلنشین از ورنوندوک، به اسم پاییز در نیویورک را گوش می دهم. حقا که نیویورک در نوامبر قدرت جادویی دارد. رنگ های تلایی سنترال پارک، آسمان صاف، آسمان خراش هایی که با غروب یک دست می شوند، ویترین های روشن و بوگ بیسکویت های داغ. آیا ذهنم از دیدن این همه زیبایی دچار لذت بود یا هیجان رسیدن مسابقه همه چیز را چند برابر نشانم میداد؟ چند روزی خود را با دوچرخه سواری سرگرم می کنم. با چلاغ میزند. رکاب زدن عضلاتم را گرم و آماده می کند. برای راحت رکاب زدن، نحوه بالا آوردن رکاب مهم است. اگر صبح ها رکاب بزنم، عصر ها راحت سر می دوم. در مقایسه دو و شنا را همیشه ترجیح می دهم، حتی اگر مسابقه در میان نباشد. دوچرخه سواری در اولویت سومم است. چون نیاز به تجهیزات دارد. باید آن را با خود حمل کنم و مراقبش هم باشم. مهارتم در نگهداری از وسایل زیر صفر است. دلیل دیگرم ترس است. باید موقع سواری ششلانگ حواسم به ترافیک و رفت آمد مردم باشد. زربانم سر هر پیچ بالا می رود. باید بدنم را با زاویه درست کچ کنم که زمین نخورم یا به حفاظهای آهنی برخورد نکنم. تجربه کردن دوچرخ سواری در سربالایی، در سراشیبی، در شلوغی و در خلوتی، در مسیر باد، موقع بارش، تمام اینها نیازمند دقت و حوصله است. در ضمن این پاهای شما نیست که باید کنترلش کنید. باید وسیله دیگری را هم کنترل کنید. من اساساً فرض نیستم، سرعت را دوست ندارم. بنابراین در دوچرخ سواری هم مهارت لازم را ندارم. میان ورزش های سگانه دوچرخه را میگذارم برای روزهای آخر. این بار دل به دریا زده و اول شروع به رکاب زدن کردم. دوچرخه ای به سبکی پر. وقتی دنده عوض می کنم انگار با عضوی از بدن خودم طرفم. تا حد امکان خود را خم می کنم. در این صورت حالت آیرودینامیکی مناسبی پیدا می کنم. سر را مستقیم به جلو نگه می دارم. مانند هشره ای که حین شکار سرش را بالا گرفته. تازه کارها در این زاویه زود دچار خستگی می شوند. باید حواس جمع بود که در این حالت به چیزی برخورد نکنید. این در روزهای اول دوچرخه سواری برایم پیش آمده. به میله جلوگیری از ورود ماشین برخورد کردم و به پرواز درآمدم و زود با سر به زمین خوردم. خوشبختانه کلاه محافظ داشتم. چرخ جلو پاره شد و تاب برداشت. همین تصادف کوچک همیشه در ذهنم مانده. برای همراهی از دوست با تجربه خواستم همراهیم هم کنم. کند. او اسکله را برای سواری پیشنهاد داد. در روزهای تعطیل و در مسیرهای دور اسکله شروع کردیم به رکاب زدن. یک سر دست به فرمان گرفتن و پا زدن کاری به مراتب انفرادی تر است. گاهی جریان باد موافق است و گاهی مخالف. آنقدر دنده را به فراخور اوزا عوض کردم تا بالاخره دستم آمد چه کنم. شنیدم یکی از ورزشکاران در مورد ورزش های سگانه گفته دوچرخ سواری از همه ناخوشایندتر است. با او موافقم. طبق برنامه ریزی هم در نوامبر 2005 در ماراتون نیویورک شرکت کردم. کنار چند هزار دونده یک روز آفتابی پاییزی محشر را آغاز کردم. محله های مختلفی را پشت سر گذاشتم. طی چند ساعت به خط پایان در سنترال پارک رسیدم. واقعیتش را بخواهید نتیجه چندان در خور توجه نبود. حتی انتظارات خودم را هم برآورده نکرد. دوست داشتم بعد از نتیجه شگفتانگیز بگویم مدیون تمرینات سختم تصاویر مختلفی از موفقیت در ذهن داشتم که هیچ کدام به واقعیت نرسید. زندگی واقعی به لطافت پیش نمی رود. در مقاطعی خاص پیغام رسانی از راه می رسد که خبر بدی در مشت دارد. نه اینکه همیشه مستاق داشته باشد، اما این روزها کم نیستند. تعداد اخبار ناگوار زیاد است. دوست قدیمی ما واقعیت همیشه کنار ما ایستاده که به ما نشان بدهد رویا پردازی بس است در خط شروع پشت سر گروهی بودم که پلاکارد سه ساعت و چهل و پنج دقیقه را در دست داشتند. تردیدی نداشتم که زودتر از آن زمان به خط پایان میرسم. اشتباه هم همین بود. بهتر بود در گروه سه ساعت و پنجاه و پنج دقیقه ها قرار میگرفتم. بعد که شرایط بر وفق مراد بود جایم را عوض می کردم. اما در عوض به خودم تمام آن تمرینات سخت را یادآوری کردم. درست مثل جملات روباه مکار و گربه نره که پینوکیا را وسوسه کردند خود را وسوسه کردم. گفتم تو مردی و باید مثل یک مرد مبارزه کنی. سه ساعت و چهل و پنج دقیقه زمان مناسبی آمد. تا بیست و پنج کیلومتری خوب دویدم. دوشا دوش بقیه. ولی ناگهان پاهایم دیگر یاری نکرد. رفته رفته سرعتم کم شد. نباید میگذاشتم کسانی که از من عقبتر بودن بودند جلو بزنند. نباید میگذاشتم سر گروه چهار ساعت از من پیشی بگیرد. نامید نشدم. ادامه دادم و فکر کردم و از بهتر می شود. جمعیت مدام تشویقم می کردن که برو برو ولی پاهایم در اختیار خودم نبود. با اختلافی اندک حد نصاب را هم از دست دادم. موفقیتم همین بود که مسابقه را پشت سر گذاشتم. بیست و چهارمین باری بود که از خط پایان می گذاشتم. نتیجه بعد از آن همه تمرینات سخت ناامید کننده بود. توده ای تیره را در فضای سینم حس می کردم. برایم قابل هضم نبود. چرا باید دوچار گرفتگی از می شدم؟ خدایا، اندکی رحمت توقع زیادی است؟ حدود شش ماه بعد در ماراتون بستان شرکت کردم. می خواستم شانسم را دوباره امتحان کنم. این بار از برنامه ریزی خبری نبود. هر روز کمی بیشتر از دیروز می ذهنم را از افکار مزاحم دور نگه می هفتمین ماراتون زندگیم بود. مسیرش را هم خوب می شناختم. از سربالایی ها و پیچ و خمهایش مطلع بودم. نتیجه؟ با ماراتون نیویورک تفاوتی نداشت. حواسم را خوب جمع کردم. ریتم گام هایم را حفظ کردم. نیرویم را درست و به جا خرش کردم. سر حال بودم و کمترین خستگی حس می‌کردم. ولی از کلیولند سرکل پاهایم سنگین شد. قواگم تحلیل رفت. فقط زور میزدم عقب نمانم. تون دویدن محال بود. مسابقه را تمام کردم. حوله گرم دور خود پیچیدم از این که دیگر مجبور نبودم بدوم احساس آرامش کردم. احساس با شکوهی که بعد از هر ماراتون دارم را داشتم. همسرم به سمتم آمد و گفت میداند هنوز قدرت زیادی دارم که خوب تمرین کنم. به راستی چه اتفاقی افتاد؟ کمترین نشانه ای برای پاسخ پیدا نکردم. اما ناگهان فکر کردم که بله دارم پیر می شوم. با این همه اعتراف می کنم که تا وقتی حضوری موفق در مسابقه نداشته باشم باز هم در ماراتون شرکت می کنم. حتی اگر پیر و ناتوان شوم مغلوب نمی شوم. تا وقتی قدرتی در بدن داشته باشم اگر رکوردم بدتر شود باز هم تلاش میکنم. سرنوشت من چنین است. مثل اقربی که کارش نیش زدن است. زنجری که وابسته به درخت است. قزلالا که مخالف جریان آبشنا می کند یا اردک های وحشی که تا آخر عمر فقط یک جفت برای خود انتخاب می کنند. برای من همین کتاب پایان بندی است. یک پایان بندی پنهان کارانه، نامش را بگذارید ضد اوج داستان. خلاصه کنم، این کتاب تناسبی دارد با حال و احوال کسی به نام من. من به درخواست کسی دونده نشدم، به درخواست کسی رمان نویس نشدم. صرفا دلم میخواست کاری را بکنم که دوست دارم. به ابرهای بیبارش نگاه میکنم، آنچه نیاز دارم نگاه کردن به درون خود است. خیره شدن به چاهی عمیق آنجا رحمتی هست؟ خیر جز سرشت چیزی دیگر نیست همان سرشت تنها یک دنده تکرو در این حال مشکوک به خود همان سرشتی که تا به مشکلی بر میخورد میکوشد از دل آن نکتهی تنظامیز بیرون بکشد این ماهیت را مثل چمدانی سنگین با خود حمل کرده هم. حمل آن از سر دلبستگی نبوده. ظاهری افتضاح هم دارد. من آن را حمل می کنم چون قرار نبوده چیز دیگری را حمل کنم. هر روز که می گذرد بیشتر به آن خو می گیرم. حالا دارم برای مسابقه سگانه شهر موراکامی تمرین می کنم. هنوز این چمدان کهنه با من هست. آن را با خود همه جا می برم. به احتمال زیاد به سمت یک ضد اوج داستانی دیگر پیش می روهم. به سوی نوعی کمال یا متوازعانه تر به بنبست یک بار در شانزده سالگی بدنم را از فرق سر تا نوک پا وارسی کردم بیست و دو مورد نقص پیدا کردم که واقعا هم نقص محسوب نمی شدند مثلا ابروهای پرپشت بعد فکر کردم نهنجاری های ناپیدا لابد سر به فلک میگذارد. گذارد. چانزده سالگی سن درد سرسازی است. آدم نگران مسائل تازه ای شود. احساساتی گنگ که با آزمون و خطا آنها را کم کم دور می ریزد. کم کم تشخیص میدهد با نداشته های خود چطور کنار بیاید. هنوز هم بعد از گذشت سالها بگیریم چهل. آن نقص ها سنگ محک من است. شاخص غمانگیز زندگیم فاصله بدهی ها تا داراییم را نشان می دهد. وقتی در آب شیرجه می یاد آن روز می افتم. از این من حقیر به حیرت می افتم. احساس می کنم هر کاری که در طول عمر کرده هم بیفایده بوده. میدانم دانم که باید چقدر چنا کنم، چقدر بدوم و چقدر رکاب بزنم. اما اینها قرار است چه چیزهایی را اثبات کنند. این اعمال چه فرقی دارد با آبریختن در بشکه ای که سوراخ است چهارمین بار است که در مسابقه سگانه مراکامی شرکت می کنم. در شرایط بد آب و هوایی زیاد این مسابقه را تمام کردم. اما امروز همه چیز موافق میل است. حتی لحظه ای فکر می کنم چند عروس دریایی زهرالود از دماغم این روز را در می آورند. یا خرسی خشمگین یا سائق ناگهانی. چون این دلشورهی همیشه با من است. درست است که در لباس شنا رفته رفته گرما را حس می کنم، اما باید خوشبین باشم. این راه را نیامدم که دست خالی برگردم. فقط کافی است که به هیچ چیز فکر نکنم جز کاری که دارم می کنم. سال 2000 در بخش شنای مراکامی از دور رقابت حذف شدم. معمولا به راحتی مسافت 1500 متر را در 33 دقیقه طی می کنم، کنار اقیانوس بزرگ شدم و این برایم سخت نبوده. آن روز ناگهان دچار تنگی نفس شدم. سرم را بالا آوردم تا نفس بگیرم اما دیگر دیر شده بود. سوت آغاز مسابقه را زده بودند. ترس وجودم را فرا گرفت. نتوانستم دست و پایم را به موقع تکان بدهم. از آن به بعد هم سرم را در آب فرو نمیبرم. برم. می ترسم آن سراسیمگی از راه برسد. وقتی حذف شدم، از آب بیرون آمدم چند قدمی در ساحل پیش رفتم آنقدر از دست خودم عصبانی بودم که دوباره به سمت آب برگشتم سایر شرکت کنندگان بخش شنا را تمام کرده سراغ دوچرخه رفته بودند من تک و تنها شروع به شنا کردم این بار کمترین مشکلی با شنای آزاد پیدا نکردم راحت نفس گرفتم بدنم را نرم حرکت دادم دوره قبل رقیبم چند بار به پهلویم لگت کوبید. بله پیش می آید. هیچ کس چشم دیدن رقیبش را ندارد. البته اولین بار بود که لگد را تجربه می کردم. حیرت بود. احتمالا همین هم مؤثر بود که مسترب شدم. ناخداگاه یاد این قضیه افتادم. ذهنیت در مورد یک مسابقه از مسائل مهم است. مشکل بعدی نحوه غلط شنا کردنم بود. به عمرم با مربی کار نکرده بودم که نواقصم را بگوید. شنای آزاد را خودم یاد گرفته بودم. یک بار هم نشده بود که کسی به هم بگوید حساب شده شنا نمی کنم. فقط می دانستم که باید از تمام توانایی هایم استفاده کنم. بعد از آن اتفاق تا چهار سال سراغ مسابقات سگانه نرفتم. به خودم می گفتم یک روز تلافی می کنم. من از آن آدم های سمج هستم که دست بردار نیستند. اگر کاری را دوست دارم باید بتوانم انجام دهم تا وقتی قدرت انجامش را پیدا نکنم آرام نمیگیرم مربی گرفتم چند بار چند مربی عوض کردم آموزش شنا مثل آموزش رمان نویسی دشوار است گاهی مربی ها باعث می شدند و از شنایم بدتر شود اعتماد به نفسم را یک بار از دست داده بودم اوزا از وقتی بهتر شد که فهمیدم تغییر شیوه شنایم امری محال است. بالاخره همسرم به کمکم آمد. مربی پیدا کرد که در ابتدا فقط نوع شنا کردنم را زیر نظر گرفت. پرسید قرار است چه کار کنم؟ جوابم شرکت در مسابقه سگانه بود. پرسید قرار است در آب و غیانوس مسیری طولانی را طی کنم؟ کلیدیم بود. دانستن هدف. او نمیخواست شنای مرا اصلاح کند. میدانست اصلاح شنای نادرست از آموزش شنا سختتر است. او مرا مجبور نکرد که تجدید نظر کنم. او جزئیات حرکات مرا رفته رفته اصلاح کرد. یکی بعد از دیگری. بعد کم کم به تمریناتم افزود. شاگرد از نیت اصلی تمرین سر در نمی آورد. فقط باید کاری را انجام دهد که معلمش می خواهد. گاهی یک جلسه فقط به چرخیدن کتف می گذشت. آنقدر که رمقی برایم نمی ماند. تمام این تمرینات جزئی یک کل را می ساخت. آنجا بود که فهمیدم به چه دردی خورده که کتفم را چرخاندم یا پاها را باز و بسته کردم. تصاویر گنگ رفته رفته ظاهر شدند. آن یک نواختی ریتم ایجاد کرد. بعد از یک سال و نیم موفق شدم منظمتر شنا کنم. به این ترتیب سال 2006 در مسابقه سگانه شرکت کردم. یک شنبه پاییزی و آفتابی بود. قدری عصبی بودم. تون تون نفس میکشیدم. همه چیز را وارسی کردم. شمارشگر دیجیتالی و وازلین برای اینکه بعد از چنا بتوانم لباسم را از تن در بیاورم. به اندازه کافی نرمش و حرکات کششی انجام دادم. آب هم به اندازه کافی نوشیدم. تا مسابقه شروع شود کمی با باقی رقبا گپ زدم برایم سخت بود اما معاشرت با آدمهایی که در کنار مشغله ها به ورزش های سگانه می پردازند برایم جالب بود به هر حال عمل کردم در شنا چندان قابل توجه نبود می توانستم خود را زودتر به خط پایان برسانم اما نشد چندان هم از قافله عقب نیفتادم همین باعث قوت قلبم شد بعد از شنا به سمت دوچرخه ها رفتم. لباس خیشم را کندم، کفش و کلاه محافظم را پوشیدم. به دل جاده زدم. احساس متفاوتی را تجربه می کردم. انگار همین یک دقیقه پیش بود که دست و پا می زدم. انگار از دیگری در بدنم به کار افتاده بود. تا به خودم آمدم هفت نفر از من جلو زدند. تا با شرایط جدید خون نگرفتم نتوانستم از کسی سبقت بگیرم. مسیر دوچرخه سواری در خط ساحلی بود. سخراهای نامتعارفی داشت. فرصت لذت بردن نداشتم. چند سربالایی را پشت سر گذاشتم. جرعه جرعه آب نوشیدم. دنده را در جای درستی عوض می کردم. به موقع سرعتم را زیاد می کردم. در نیمه بعدی از هفت نفر جلو زدم. باد که نباشد رکاب زدن به قدرت پاها ای دارد. مسافت چهل کیلومتر را خیلی سریعتر از زمانی که فکر می کردم پشت سر گذاشتم. حالا کفش های دو را پوشیدم. در همان شروع دویدن پی بردم اوضا وخیم است. ازولاتم انگار اعتساب کرده بودند. دویدن را حس نمی کردم. پاهایم زیر بار فعالیت نمی رفت. بعد از حدود سه کیلومتر قفلشان آزاد شد. در میان رشته سگانه مهارت من در دویدن است، اما در این مسابقه عمل کردم در دو خوب نبود. اختلاف موجود میان رشته ها را با عملکردهای خوب و بد کاهش داده بودم. شاید معنایش این بود که دارم یک سگان کار واقعی می شدم. تعادل بین این سه دستم آمده بود. تشویق جمعیت انگیزه بیشتری به هم میداد. آخرین قوایم را برای رسیدن به خط پایان به کار گرفتم، موقع دویدن دو بار بند کفش هام باز شد. ناچار ایستادم و بستمشان. اما حس می کردم همه درد سرها رنگ باخته. شرکت کننده سی و بیست و از من جلو افتاد. شاید اگر بندهایم باز نمی شد از او جلو می زدم. بعد از خط پایان با او دست دادم و به او گفتم کارت عالی بود. در مرحله دوچرخه سواری هم چندین بار دیده بودمش. معلوم بود تمرین منظمی داشته. بعد هیست که خودم مقصر بودم چون بند کفش را خوب نوسته بودم. مسابقه به پایان رسید. نه خرس خشمگینی به من حمله کرد و نه عروس دریایی نیشم زد. شکر گذار بودم. از مسابقه لذت برده بودم. اشتباهات جزئی متعددی داشتم اما نهایت تلاش خود را کرده بودم. در مسابقه سگانه لحظه تغییر ورزش ها معمولا نقش مهم می دارد. تجربه ها به کمک ورزشگار می آید. رنجاور هم هست. می خود را از زیر آن همه بار خلاص کنیم. دقیقا به خاطر چیرگی بر این رنج است که ما به درک نسبی از دویدن می رسیم. کیفیت تجربه فرد را با رکورد او در مسابقه نمی توان شناخت. جریان سیال این روند اساس کار است. اوزا که خوب پیش برود به همین درک ختم خواهد شد. در راه برگشت، اتومبیل هایی دیدم که دو چرخه روی باربندشان بسته بودند. سرنشینان اتومبیل صورت های آفتاب سوخته داشتند. همه ما در رقابتی جانانه به سمت زندگی عادی برمیگشتیم. احتمال این که دوباره تمرینات معمول را از سر بگیریم زیاد بود. اگر این کار مثل ریختن آب در اون هاون باشد، مهم این است که تلاش فرد پاورجاست. نمیدانم می توانم این چرخه اعمال بیخاصیت را تا آخر ادامه بدهم یا نه؟ اما تا وقتی رمق داشته باشم میدوم. دوی استقامت از من آدمی ساخته که امروز می بینید. من و دویدن با هم روزگاری طولانی را طی کرده ایم و هنوز هم ادامه دارد. این شیوه زیست را خود برگزیدهم بعد از مسابقه سگانه در راه بازگشت این افکار در سرم چرخ میخورد. در نظر دارم زمستان امسال در نقطه دیگر از جهان در ماراتون دیگری شرکت کنم. مثلا سگانه دیگری وقتی یک سال دیگر بر سن افزوده می شود. ها می آیند و می روند. سال ها که نمی شوند. احتمالا رومانی دیگر به پایان خواهد رسید. به وظایفم با تمام توان رسیدگی می کنم. با دقت هر قدم را زیر نظر می گیرم. چشمندازم را از جلوی چشم کنار نخواهم گذاشت. دویدن برایم مهم است. رکورد. مقامی که به دست آورده هم، نمای بیرونی هم، همه در درجه دوم اهمیت قرار دارند. اولویت اول دستیابی به هدفم است. باید هرچه در چندت دارم را رو کنم. استقامت و توانایی به خرج دهم از شکست و موفقیت درس بگیرم امیدوارم با گذشت سالها از تجربه هایم درس بگیرم و روزی که مردم روی سنگ قبرم بنویسند هاروکی مراکامی نویسنده و دونده کسی که تا می راه نرفت